in film på un doston Farnoody و از نظر من چند تا از اهداف صادق هدایت که این داستان رو نوشته مقدار ایشون در این فیلم نشون داده نمیشه که ما راجع بهش صحبت میکنیم. اولین چیزی که جلب نظر من کرد این بود اسم مرجان. در اون زمانی که این کتاب نوشته شده بود تا اونجایی که من اطلاع دارم اغلب اسامی خانوما مذهبی بود، فاطمه، زهرا، سکینه، رودابه، ربابه، از این داستان ها. و حتی نسل بعدی که مادر من باشه بازم اسامی معمولا مذهبی بودن، ولی در این داستان اسم مرجان بر من جالب بود که ایشون گذاشتن. الان نسل جوان ما این اسم رو مصرف میکنن. به هر حال دو سه تا کتاب دیگه هم که من از آقای هدایت خوندم باز اسامی خانوما من مذهبی ندیدم، ولی اونایی که بقیه کتابا رو خوندن شاید دیدن. مثلا زرین کلاه توی داستان زنی که مردش را گم کرد و غیر اوزاری. من فکرم شاید ایشون میخواسته یه مقدار به اصطلاح اشاره بکنه که راجب نظرش راجب دین و استفاده شدید اون در زندگی مردم اسم‌گذاری و غیره. و این نکته جالبی برای من بود. بعد برمیگردیم به داستان. در داستان داش آکول وقتی که به اصطلاح بهش این مسئولیت داده میشه مقاومت میکنه اول و میگه نه من نمیخوام این کارو بکنم و از این حرف. و من فکر کردم دلیلش چی بوده. دلیلش شاید این بوده که خیلی این کار سختی برای داش آکول میشد به دلیل اینکه خیلی آدم صادق، لوتی و درستکاری بود و انجام این کار دقت زیادی میخواست، این باید وقت میذاشت. این یکی. و دومی این که به اصطلاح میترسید پشتش حرف بزنن. این مسئله مردم پشت ما حرف بزنن و مردم چی بگن و فکر میکنن ما سوء استفاده کردیم و اینا برای ایشون یعنی آدمای اون تیپ خب خیلی مهم بود و در نتیجه ایشون نمیخواست این کارو قبول بکنه و ولی به هر حال مجبور شد. اگر ممکنه کسی دیگه ای این مسئولیت رو داشت یه مقدار به قول معروف سو استفاده بکنه و مال این حاجی رو جمع و جور که میکنه خودش هم چیز بکنه. و این مسئولیت رو اینقدر ایشون جدی گرفت که کار خودش رو ول کرد، هر کاری که داشت و به اصطلاح در فیلم مغازه آهنگریش رو به شاگردش میبخشه، ولی در کتاب ایشون شغلش اصلا مشخص نشده بود و صادق هدایت اصلا نگفته بود که ایشون آهنگر بودن و شاگرد داشتن و از این داستان ها. ولی خب کارگردان و نویسنده فیلم تصمیم گرفتن که این رو اضافه بکنن. وقت در این فیلم چیزی که خود داستان میگه اینه که مرجان اصلا این داش آکول رو ندیده بود و در نتیجه عاشق داش آکول نشده بود به اون صورت. و در آخر داستان معلوم میشه که مرجان چجور اصلا به این عشق داش آکول به خودش به اون به اصطلاح آگاه میشه. داش آکول تصمیم گرفت که مرجان رو اصلا تقاضای ازدواج باهاش نکنه به سه دلیل. یکی میگفت من زشتم و یکی میگفت من مسن هستم. در کتاب نوشته شده که اون 35 سالش بوده و مرجان هم 14 سالش. البته در اون زمان دخترای مثلا من مادر بزرگم 9 سالگی اینو
عقد کردن. خب بعد دو سه سال صبر کردم، بعدم با عروسکش اصلا بعد عروسی میگفت من عروسکم رو برداشتم، اصلا خبر نداشتم چی بود و چی نبود، و منو فرستادن خونه شوهر و من مادرم رو میخواستم. یعنی این رسم اون زمان بود. و چیزی که در این فیلمی که جدیده، چون دو تا فیلم ساخته شده، یکی بهروز وثوقی 1972، یکی هم این ورژنش رو که ما الان دیدیم. در فیلم قدیمی صورت بهروز وثوقی رو واقعا کندکاری کرده بودن، یه تیک گوشت آویزون و اینا، چون در کتاب نوشته شده همین راجب گوشت آویزون و زشتی زیاد داش آکون نوشته شده. و داشت کل سه دلیل داشت، یکی میگفت من پیرم، یکی میگفت من زشتم، و مسئله مهمتر این بود که میترسید اگر با مرجان ازدواج کنه باز مردم دنبالش حرف بزنن، بگن این سوء استفاده کرده، نظر سو داشته و غیره و ذالک. در این فیلم نشون دادن که مرجان با داش آکل توی اتاق میشینن و بحث و جر و به قول معروف صحبت میکنن، و حتی مادر مرجان به داش آکل میگه بیا خواستگاری دخترم، و بعد مرجان بعد از اینکه اون مثلا صحبت میکنه و میگه نمیشه میزنه، در و دیوارا رو خورد میکنه. اصلا اینا اولا تو کتاب نبود، بعدم به نظر من در اون زمان اصلا چنین اتفاقاتی نمی افتاد که یه دختری در سرنوشت خودش و تصمیم ازدواجش اصلا شرکت داشته باشه و بعد بتونه اینقدر خیلی اوپن با یه آقای دیگه توی اتاق تنها بشینن و این صحبت ها رو بکنن. و هیچ مادری هم اون موقع حداقل من فکر نمی کنم به یه آقایی بگو بیا دخترم رو بگیر. ممکنه پدر دختر و پسر با هم یه قرار مدارایی بذارن، بیا حالا دختر منو بده به پسرت و اینا، ولی این قسمت داستان که اگر صادق هدایت میخواست باز اشاره کنه به عدم نظر دختران در ازدواج و غیره رو به قول معروف انجام نشد توی این فیلم. یه مقدار بیمهری به نظر من سازنده فیلم چیز بود. بعد وقتی که اولا که یه قسمت دیگه از داستان اینه که ظاهرن این خانواده یه دختر و یک پسر در زمان مرگ اون به اصطلاح حاجی داشتن، و اون پسر 6 سالش بود و بعد 7 سال که دیگه داش آکل همه مسئولیت های مالی و غیره رو برمیگردونه به خانواده، حالا به اون دامادی ها چی، اون پسر تازه 13 ساله شده بود، در حالی که در فیلم نشون دادن که این پسر جوان داره داشته این آقای حاجی و این سر به راهش میکنه و از این داستان. خب مسئله اینه که داش آکولو هیچ وقت به این خانم مرجان نگفته بود من دوستت دارم. آخر داستان وقتی که داش آکول کشته میشه قبل از اینکه بمیره، میگه این توتی منو بدید به مرجان. و در اون زمانی که این توتی میگه که مرجان من از عشق تو مردم، کشته شدم، یا یه چیز اینجوری، و تازه مرجان در اون زمان متوجه میشه که داش آکل دوستش داره و اشکش در میاد. حالا ما نمیدونیم واقعا که آیا مرجان اصلا علاقه داشته، آیا روبروی خیلی مستقیمی با داش آکل شده، ما اینا رو از اون داستان نمیدونیم. جان صداتون رو نمیشنوم. ادامه بده خانم دکتر. بله این دیگه الان کوتاه میشه دیگه، من میخوام وقت بیشتر برای دوستان باشه. پس اون شغل آهنگری و
شاگرد جوان و خوشتیپ و اینا زایده فکر این داستان سراهای فیلم جدید بوده. در واقع آخر فیلم داش آکل میگه کسی که اومد و شوهر مرجان شد هم پیر این بود که اون آداب و رسوم و مردم که حرفی بزنن برای این شخص خیلی مهمتر از عشقش بود. و این یه نکته خیلی جالبیه از نظر روانشناسی که چرا داش آکل اینقدر احتیاج به قول معروف تایید بقیه بود. و همه ما هستیم البته، ولی خب ایشون اگر میرفت تقاضای ازدواج میکرد، من مطمئنم اون خانواده خیلی با خوشحالی قبول میکردن. یه نکته دیگه، وقتی که پولا و ملکا و حساب کتابا رو داش آکل به خانواده در موقع عروسی میده، میگه من این 7 سال از جیب خودم خرج این خانواده و خانه و غیره و زالک دادم. یعنی حتی دست به اموال اون حاجی برای تامین زندگی خانواده حاجی نزده بود. آخرین چیز اینه که در اینجا به نظر من صادق هدایت میخواست بگه که در جامعه ممکنه آدمای ناجور باشه، ولی مثبت نگری صادق هدایت رو به نظر من، برخلاف این که همه میگن خیلی منفی بود، در این فیلم من دیدم که یه شخصیتی رو درست کرد که امین، خوشقلب، مهربان و به قول معروف خوش حساب و فهمیده بود. پس جامعه ما همه جور آدم داره، خوب و بد. و آدم بد در اونجا اتفاق افتاد که داش آکل با اون، یادم رفت اسم اون آقای رستم، کاکا رستم، اینا با هم دغ جنگ میکنن. و بعد اون داش آکل یا آکل هرچی که هست اونو زمین میذاره و بعد پا میشه میره که دنبال زندگیش. و بهشم قبل از جنگ گفته بود که من توبه کردم و دیگه خنجر هم نمی کنم، که اینم به توی این فیلم به مرجان گفت، ولی تو داستان با مرجان اصلا رابطه ای نبود. و بعد وقتی برمیگرده این آقای رستم با خنجر از پشت داش آکلو میزنه، که این کمال نامردیه که شما از پشت یکی رو خنجر بزنید. و جالبه که اسم اون آقا رستم بود و در شاهنامه ما میدونیم که رستم سهرابو میکشه. به هر حال این، من زیاد تو قسمت روانکاویش نرفتم، آقای دکتر نفیسی تشریف دارن، دوستان دیگه صحبت کنن. این برداشت من از این فیلم بود. خیلی ممنون. بله، خانم دکتر اسدی که تشریف آوردن اینجا و قرار راجع به داستایوفسکی بر ما برنامه اجرا کنن، میخوان یه نکته ای رو بگن. بفرمایید. دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنم که ما امروز خدمت کامیلیو جون هستیم و مثل یک ایرانی واقعی آغوشتم داریم، جای همه شما خالی. من میخواستم یه کامنت کوچیکی بدم در مورد این مسئله و فکر میکنم که دیم اصلی این داستان پلیتونیک لاف هست، پیور لاف. و فکر میکنم با اون چیزی که قبلن هم دیدیم توی فیلم قبلی بوفه کور، من فکر کنم پلیتونیک لاو یه چیز موضوع خیلی اترکتیو بوده برای صادق هدایت. و پلیتونیک لاو is something that's transformative, is something that's transcendent and makes you a better person. من کانکلوژنی که گرفتم این بود از تیم اصلی داستان. و من که کامیلیا جون گفتن کاراکتر اصلی کاراکتری هست که پوزیتیوه، اینا همه درست در وجودی که داستان عاقبت تلخی داره، ولی باز
دو تا چیز اصلی که من فکر میکنم توی داستانهای صادق هدایت میبینید one of them is guilt feeling about love or sexual feelings که به نظر من دیده میشه و یه چیز دیگه lack of confidence یعنی why he wouldn't approach the girl because he thought he was ugly من فکر کنم اون یه قسمت منفی خیلی بزرگشه دیگه مزاحمتون نمیشم خیلی ممنون سر آگوشتم جاتون رو خالی میکنم آیت نویسی لطفا بفرمایید میوت هستن بله شما دکتر نفیس شما خود آن میوت بکنید صدای من میاد الان بسیار عالی است خیلی خوب بفهمید خدمت همه همکاران و دوستان عزیزم سلام عرض میکنم متاسفانه به من گفته بودم ساعت 9:30 به وقت پاسیفیک شروع میشه من دیر اومدم نتیجتا فیلمو من ندیدم و نمیتونم اظهار نظر بکنم راجع به چیزی که ندیدم اجازه بدین بقیه همکاران و دوستان عزیزم جای منو بگیرن از اینجا بسیار خوب جناب آقای دکتر شمی لطفا آقای جناب پوشنگ پیمان معرفی فرمایید دکتر شمی دکتر شمی شما باید خودتون آمیوت کنید مثل فقط عکسش هست خودش نیست این عکس جوانیه آقای دکتر رازانی ما به یاد جوانی ها که میافتیم اون عکس رو میذاریم حالا در خدمت شما هستم آقای دکتر رازانی شما تشریف دارید؟ بله بله دارم گوش میکنم بله 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 آقای دکتر رازانی عزیزم هستم خب من در خدمت استاد هستم و خوشبختانه تونستیم که این وسیله رو که از طریق تلفن من هست درست بکنیم که بتونیم در خدمت شما باشه من صبح ساعت 7:30 برنامه داشاکور رو شروع کردم ولی برای آمدن خدمت استاد مدتی قطع شد و دیگه در انتهای برنامه در خدمتتون نبودم الان آقای دکتر شفا که مسئولیت این برنامه رو به عهده گرفتید ضمن تشکر از شما آمادگی هر وقت دارید من شروع بکنم برای معرفی مهمانانمون بفرمایید همین الان بفرمایید آقای استاد هوشنگ پیمان و بعد هم خانم دکتر نهضت فرنودی هستن که من افتخار دارم که این دو مهمان عزیز رو معرفی کنم برای برنامه‌ای که شما شروع کردید و باید واقعاً به نتیجه برسه این برنامه که شروع کردید برای شناخت صادق رد باید کامل باشه و این کامل شدنش با حضور کسانی که هم او رو شناختن هم بررسی کردن مثل استاد هوشنگ پیمان و خانم دکتر هم که با دکتر خانم دکتر که من با ایشون صحبت کردم آگاهی آشنایی کافی دارن و ضمناً با آقای استاد هوشنگ پیمان هم آشنایی دارن در رابطه با نقاشی هایشون که واقعا بسیار معتبر و معروف هستش و ایشون هم کتابی گویا نوشتن در این زمینه که از خود ایشون خواهیم شنید اجازه فرمایید من تصویر هیچ کسی رو ندارم اینجا اگر من الان روی زوم هستم اجازه بدید من شروع کنم با مختصری با معرفی استاد و بعد دوربین رو در اختیار استاد خواهم گذاشت که با شما مستقیما صحبت کنم ما هم از شما تصویر خوب داریم هم صدای بسیار خوب بسیار من اجازه فرمایید یک لحظه این کتاب رو بیارم جلوی خودم این چند تا یادداشتی دارم بله در خدمت رو هستم خدمت رو عرض کنم که همینطور که میدونید الان 9:30 صبح 9:55 دقیقه صبح یک شنبه من در حضور استاد هوشنگ پیمان در
کلاس تدریس نقاشی ایشون هستم که ضمناً آفیس ایشون هم هست اینجا و من وقتی آمدم اینجا با لپتاپ و تلفنم آمدم، خوشبختانه تلفنم امکانش فراهم شد که بتونم با شما در تماس باشم، ولی چون در اینجا در این محل دسترسی به اینترنت نبود فقط از تلفن استفاده خواهم کرد. من در تلفن رو در اختیار استاد میذارم که در خدمت ایشون هستم. الان خدمتتون عرض کنم که هدف از این برنامه و معرفی استاد پیمان در این زمان به خاطر جنبه‌هایی از فعالیت‌ها و کارهای صادق ارادت هست که ما ایرانیان با اونها آشنایی داریم سالها و شاید اون قسمتی که مربوط به روان پزشک میشه مورد توجه من قرار گرفته و علتش هم این هست که من وقتی در سالهای 60 در ایران به عنوان یک روان پزشک که از امریکا برگشته بود شروع کردم به طبابت، با آشنایی مختصری که از کارهای صادق داشتم جوانانی که به من مراجعه می کردن و اغلب افسرده و غمگین بودن و از دنیا دل خوشی نداشتن رو به خودکشی می آوردن. وظیفه هر روانپزشک است که خودکشی رو به عنوان یک علامت فریاد برای کمک بشناسه و کوشش بکنه که حتی امکان کسی که دچار بیماری روانی که به عنوان افسردگی یا اختلالات فکری یا هذیان و غیره هست از اون مرحله بیماری نجاتش بده که بتونه به زندگی خودش ادامه بده. اگر این جزء هدف روان پزشک نیست پس چه هدفی رو ما داریم دنبال میکنیم؟ پس من همیشه برای فریاد برای کمک که کسانی که به من مراجعه میکردند، البته در جامعه زیاد بودن، متاسفانه خودکشی در رقم خودکشی در اون موقع از امریکا 11 نفر در 100 هزار نفر بود و اون زمانی بود که تحول روانپزشکی به درجه پیش آمده بود که همه فکر میکردن با چند قلم دارویی که پیدا شده میتونن بیماران روانی رو به منزل بفرستن و تحولی همینطور که میدونیم در روانپزشکی و نگهداری از بیماران شدید روانی و معتادین در اون زمان پیدا شده بود. در موقعی که من برگشتم ایران تازه لیتیوم را تونستیم معرفی کنیم برای بیماری منک دیپرشن و همچنین لانگ اکتینگ به اصطلاح نورولپتیکا همینطور که میدونید اون موقع هاردول و پرولیکسین بود که پرولیکسین تزریقی رو من معرفی کردم به اصطلاح وزیر بهداری. حالا کاری نداریم، در اون زمان واقعا دست ما تنگ بود، کم بود، دو تا دارو بیشتر نبود که آمیتریپترین امیپروپین بودن و الکتروشوک که سه تا وسیله بود برای درمان افسردگی ها. و این جوانان که می اومدن توصیه من به اونها این بود که از خوندن کتاب های صادق ارادت حذر کنید. چرا؟ برای اینکه عامل بسیار مهمی بود و خطرناکی بود که در دست همگان بود و اونهایی که افسرده بودن بیشتر به دنبال خوندن این کتاب ها می رفتن و ضمن البته به خانواده توصیه می کردیم از وسایل خطرناکی مثل تریاک بسیار فراوان بود برحذر باشن و بتونن واقعا حتی الامکان کوشش بکنن که جوانانشون از معرض خطر خودکشی دور باشن تا زمانی که بیماریشون کنترل بشه و بتونن برگردن به زندگی. خب با این هدف با این دید من برخورد کردم با کتاب استاد هوشنگ پیمان. آشنایی من با آقای استاد هوشنگ پیمان، استاد من میگم برای اینکه شاگردانشون از جمله خانم بنده همیشه ایشون رو به استاد خطاب میکنن و من هم این استاد رو واقعا برازنده ایشون میدونم. ایشون استاد هستن در رشته هنر نقاشی، نقاشی های ایشون رو همگان که آشنا نیستن باید باشه آشنا بشن، اونهایی که آشنا هستن میدونن که واقعا چقدر ارزنده است و تصویری است از زندگی مردم ایران در نقاط مختلف، چه بسا ایشون به خوبی تصویر کردن اینها رو. و واقعا ضمن این که ایشون نقاش بسیار زبردست و به نظر من برجسته جهانی هستن، ایشون نویسندم هستن، کتاب های نوشتن که در این کتاب صادق ارادت
در صفحه آخر مشخص شده. من از روی این میخونم کتابایی که ایشون نگاشتن: ارزش و مقایسه سبک‌ها، شناخت مکاتب هنر، روانشناسی هنری و همچنین آلبوم آثار نقاشی ایشون که به چاپ رسیده. ببینید از جمله دو تا کتاب، یکی همین کتاب صادق هدایت هست که در حقیقت این کتاب راجع به صادق هدایت نوشته شده، صحیح و دانسته قضاوت کنیم. این کتاب رو ایشون سالها زحمت کشیدن. بعد از اینکه این کتاب نوشته شد، جنجال بزرگی در جامعه هنری و جامعه ادبی برپا شد. چرا هنر و ادب صادق هدایت رو بدون توجه به زمینه شخصیتی او و شرایط زندگی او تفسیر میکنن؟ من خودم رو منتقد ادبیات نمیدونم، هیچ اطلاع ادبی ندارم، در حدی که همگان آشنا هستم با این کتاب ها و خوندن میدونم، ولی به امان روان پزشک خودم رو مسئول میدونم که واقعا در زمینه هایی که به کمک به بیماران میشه اون فعالیت کوشش رو حد اکثر رو داشته باشیم و در این حال مزایا و ضررهای کتاب هایی که در اختیار دیگران هست در حد امکان به بیمارانمون گوشزد کنیم. در این کتاب در صفحه 162 مطلبی نوشته شده، برای اونهایی که کتاب رو ندیدن من میخونم. اونهایی که من کتاب رو براشون فرستادم خوشحالم که دستشون رسیده. 10 جلد از این کتاب که استاد به من و به سیپنا هدیه کردند در ابتدا در 3-4 هفته پیش من برای دوستان فرستادم. 1 جلدم که ایشون لطف کردن به من با امضای خودشون که اون رو در کتابخانه‌ام گذاشتم که هر روز نگاه بکنم، مطالب جدید رو یاد بگیرم از این کتاب. سلام. 10 جلد دیگر هم اخیراً 2-3 روز پیش در اختیار من گذاشتن. باز هم اون 10 جلد رو من به پستخانه رفتم، پس از 3 ساعت معطلی تونستم این 10 جلد رو به نقاط مختلف بفرستم، از جمله کانادا و دست آقای دکتر جلیلی هم خواهد رسید و دوستان دیگری که اسامیشون رو من داشتم. اگر در آینده از این کتاب احتیاج داشته باشید، باز از همین طریق سیپرا میتونید به دست بیارید و من کوشش بکنم حتی امکان وسیلهش رو فراهم کنم به دست دوستان برسه. اجازه بدید این کتاب رو اونهایی که خوندن، استاد از من خواستن که واقعا این رو یادآوری کنم، کسانی که این کتاب رو خوندن با ایشون میتونن بحث و گفتگویی داشته باشن در حد امکان، و یا اگر وقت کافی نباشه سوالهای خودشون رو مطرح بفرمایند، به وسیلهی به دست استاد برسه، و اگر لازم باشه در جلسات دیگری هم از استاد خواهش بکنیم با توجه به اینکه وقت ایشون خیلی زیاد هست و واقعا مشکل هست که بتونن وقت طولانی رو با ما بگذرونن، از ایشون خواهش بکنم شرکت داشته باشن. اجازه بدید از من خواستن که این قسمت از این کتاب رو که در رابطه با این رساله است من بخونم برای شما قبل از اینکه ایشون صحبتشون شروع بکنم. به عنوان یه روانپزشک، آقای دکتر سروش آبادی که در دانشگاه بودن در زمانی که در سالهای 34-35 این رساله در اون زمان تهیه شده و در اون زمان نوشته شده در این کتاب در صفحه 162 که محرک نویسنده در تنظیم این کتاب علاقه مفرط اهل کتاب به آثار صادق هدایت بوده است. نگارنده صادق هدایت را ندیده و نمیشناخته و نه با اقربا و دوستان او تماسی داشته و برای اولین دفعه در سال 1333 قطعاتی از آثار صادق هدایت را خوانده و در نظر بوده در رساله‌ای از نوشته های صادق هدایت استفاده شود. این نظر قبل از مطالعه قطعات زنده به گور، سه قطر خون و بوفکور برای نگارنده پیش آمده بود. مطالعه 3 اثر فوق الذکر مسائل جالب و جدیدی را پیش آورد که از نقطه نظر علائم روانشناسی به قدری غنی بود که رساله منحصر به بررسی این 3 اثر گردید. مطالب دیگری نوشته شده، کسایی که کتاب در اختیارشون هست خواهند خون و استاد رو من میخوام که خواهش بکنم
شروع بکنم برای اینکه وقت ما زیخ است. یه جمله دیگری هم در همین زمینه نوشته شده، در کد نوشته شده که بیماری روحی از هر نوع که باشد منجر به تقلیل قدرت فکری و ناسودمندی به حال جامعه می شود. این از زبان دکتر سروش آبادی است که اون موقع در دانشگاه سمت به اسم روانپزشک فعالیت داشتن و نظر ایشون مورد تایید استادان دانشگاه و شورای پزشکی در اون زمان قرار می گیره. ضمن تشکر این جمله رو این پایین یک جمله دیگری هم هست که در اینجا نوشته شده که بنا اجازه بفرمایید این جمله رو پس از چند جمله قبلی من برای شما بخونم که مربوط میشه به تشخیص روانپزشکی که مربوط به واقعا روانپزشکان هست و ایشون هم در این مورد تایید میکنن که این نظر دکتر سروش آبادی بوده که یک مارک بیماری شیزوفرنی رو به عنوان یک خصوصیات شخصیتی بیان کردن که البته مورد سوال هست. من به شخصا به عنوان روانپزشک با اطلاعاتی که دارم تشخیصی نمیذارم، ولی باید بدونیم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق باید انسان با خانواده آشنا باشه، با روش واقعا برخورد با مشکلات پس از شناخت ناراحتی آشنا باشه. در اون زمان ما خاطرات صادق دست رو در دوران کودکی به درجه کافی نداشتیم که بتونیم واقعا قضاوت بکنیم، که در این کتاب استاد معتقدن که هست و باید اونها رو همه بررسی بشه و اگر واقعا همراه هنر و قدرت نویسندگی ایشان بیماری روانی هم بوده و این دوتا با هم هدایت رو به زندگی ادامه میداده و هدایت میکردن، ما باید قبول بکنیم که در اون زمان متاسفانه امکانات شناخت بیماری روانی و درمان بیماری روانی به حد کافی نبوده و اگر امروز هدایت زنده بود و بین ما بود شاید راه مناسب تری برای کمک به او برای رهایی از علائم بیمارگونه‌ای که داشته و او رو به طرف مرگ هدایت میکرده رها میکردیم که بتونه هنر نویسندگیش رو و دیدش رو نسبت به اجتماع بهتر و جالبتر و مفیدتر بیان بکنه. من دوربین رو در اختیار استاد هوشنگ پیمان میذارم که با شما گفتگو رو شروع کنم. متشکرم. بسیار متشکرم از جناب دکتر که در مورد من یک کمی قلوف کردن. تشکر میکنم. بسیار ممنونم. ضمناً از خانم فرنودی. خانم فرنودی راجع به آثار من، تابلوهای من، یک قضاوت بسیار عمیق و عالمانه انجام دادن که قبل از اون کسی به این دقت و فراست و آگاهی این کتابای تابلوهای من رو توضیح نداده بودن. نکته دیگر این که صادق هدایت یه خدمت بزرگ انجام داده که اون خیلی قابل توجهه و اون این که باعث شده اقلا ما روانپزشکا نویسنده ها اینها همه با هم مشترکاً یک جریان ادبی و هنری رو پیگیر بکنن. این کار مثبت رو اقلا انجام داده. اما بگذاریم برسیم به اصل مطلب، این که من بررسی هایی که کردم بسیار طولانی، بسیار با زحمت و بسیار عمیق بود و تمام کسانی که راجع به صادق هدایت حرفی زدن هم از داخلی و خارجی، همه منتقدین ذی‌صلاحیت جهانی و کسانی که به نحوی پدیده های هدایت رو خوندن مطالعه کردن، اینها همه گفته هاشون، نوشته هاشون، نظریاتشون در این کتاب هست. حائز اهمیت این که از نظر روانپزشکی هم پزشکایی که راجع به آثار هدایت و شخص هدایت نظر دادن همه در این کتاب هست. کسانی که اهل کتاب و ادبیات و فرهنگ نگارشی هستند
شایسته است که برای سخن گفتن و اظهار نظر کردن راجع به هدایت، نه اینکه کتاب رو چون من نوشتم، هر کی نوشته، گرد نوشته بر دیوار باشه به قول سعدی، بایستی این کتاب رو بخونن، بایستی نه از نظر من، نظریات من، از نظریات کسانی که زی صلاح هستن، همه در این کتاب جمع شده. من برخورد میکنم، میبینم کسانی راجب ادبیات، راجب فرهنگ نگارشی انسان جامعه ایرانی حرف میزنن که هیچ اطلاعاتی از این قضیه، فقط روی یک احساسات شخصی، احساسات شخصی در بیان یک مسیر ادبی و فرهنگی بسیار اشتباه بزرگی است. یک کتاب از یک بوم اتم اگر منفی هست خطرناک تره، چون بوم اتم اثرش رو مدتی میذاره، دل قتل عام میکنه، از بین میره، ولی کتاب میمونه. کتاب هایی هست، من اسم نمیارم، از نظر ایدئولوژی، از نظر فرهنگ، از نظر از نظر مذهبی، از نظر بسیار، از نظر روانی بسیار، قرن هاست اثر گذاشته رو ملت ها، قرن هاست انسان ها نمیتونن از چنگالش نجات پیدا کنن. این کتاب باعث چه تلفات فرهنگی و ادبی و علمی داشته، این کتاب باعث چه تخریب ها شده. کتاب هایی هست، یکی از اون کتاب ها در یک زمان آثار هدایت. اگر من بگم، ادعا بکنم که کتاب هدایت کار تریاک رو انجام داد در ایران، ادهی تریاکی رو قضاوتی نفوذ خارجی درش بود شکی نیست. در چین هم همین کار رو کردن و در ایران به شدت این کار رو کردن، روی فرهنگ ایران اثر داشتن، نفوذ داشتن. آقا صحبتی نداریم ما، آقا ما به رأی العین، به قول استاد، به قول جناب دکتر، جناب دکتر شمی، مرگ ها در خانواده، در خانواده ها گسترده بود در اثر خوندن این کتاب. اینا همه دیدن، همه واضحه. پس بنابراین بوم اتم خطرش بسیار کمتر از این کتابه. من بسیار خوشحالم و بسیار تشکر میکنم از جناب دکتر شمی که باعث شد دوباره، البته یک زمانی که این کتاب منتشر شد بلوای راه افتاد و بسیار اثرگذار بود این کتاب، آرام کرد، جو خوندن این کتاب رو آرام کرد، ولی من خسارت های زیادی باعث به خاطر این کتاب دادم. خانواده من اثبات کردم تو این کتاب که خانواده این بیمار اشکال روانی داشتن و باعث شد خانواده اون علیه من تلاشی بکنن و گرفتاری ها درست شد. ایشون شوهر خواهرش نخست وزیر بود، جنرال رزمارا بود. عرض شود حضورتون که آقای جنرال هدایت رئیس ستاد ارتش بود، مقام بابالایی داشت، همه درگیر شدن با من در این کتاب. بگذاریم، ولی حاصل خوبی داشت. من راضی هستم، کما اینکه الان راضی هستم که این تلاش دوباره، البته اون شعله ها، شعله های سرکش این کتاب خاموش شد، ولی برای اینکه این فتنه دوباره، به نظر من دوباره شعله نکشه و تخریب به جا نذاره، باز هم این تلاش بسیار بسیار ارزنده است. امیدوارم کسانی که خدمتی میخوان به فرهنگ و روان پزشکی و روانشناسی بکنن در زمینه فرهنگ و کتاب و ادبیات، این کتاب رو بخونن. من از جناب دکتر شمی بسیار ممنونم که این تلاش رو وقتشون میذارن. البته منم گرفتاری زیاد دارم، ولی ارزش این رو داره. من معتقدم که ارزش این کار رو داره و اثری در مسیر ادب و فرهنگ ایران به جا میذاره، به خصوص
اثر معنویش که همون روانپزشکی کتاب هست. بسیار ممنونم. حالا ما قرار گذاشتیم با آقای دکتر شمی، کسانی که با من صحبتی دارن امیدوارم کتاب رو بخونن و بعد با هم حرف بزنیم که وقت تلف نشه. اون چه سوال هست من معتقدم در این کتاب هست، بسیار بسیار نکته های ریز، بسیار حساس، بسیار قابل مطالعه در این کتاب هست. امیدوارم این تذکر و این خواهش و تمنای من واقعیت داشته باشه، به کرسی بشینه، دوستان بخونن کتابا و بعد حرف بزنیم با هم. جناب دکتر من از شما بسیار ممنونم. آقای شمی اگه میشه خانم دکتر فرنودی هم معرفی کنین، ایشون صحبت کنن، بعد ما بحث رو باز میکنیم. با اجازه شما استاد، متشکرم. واقعا ایشون خیلی منت سر ما گذاشتن که روز یکشنبهشون رو، روز استراحتشون رو با خانواده و به خصوص با توجه به این که ایشون واقعا وقت زیادی رو در حتی در کلاس میگذرونن این روزا، برای ما ارزش قائل بودن که بتونیم ما این جلسه رو داشته باشیم. البته ایشون چون خودشون اظهار علاقه کردن که اگر کسانی باشن که سوالهایی داشته باشن در رابطه با کتابی که ایشون نوشتن و خود ایشون اطلاعاتی که دارن، اینها رو میتونن از طریق شما دکتر شفا یا از طریق من این رو بنویسن یا تکس بکنن برای ما و بتونیم شاید جواب اونها رو تایید کنیم و در جلسات آینده اگر امکان پذیر بشه با ایشون مستقیما بتونن صحبت بکنن و سوالاشون رو مطرح کنن. اول قبل از اینکه شما تشریف بیارین، ما اینو مطرح کردیم که اگر که صلاح بدونن همه آخر جلسه که ما یه جلسه دیگه داشته باشیم راجع به فقط همین مسئله، اگه بخوام بیشتر بازش کنیم، اگر کسایی کتاب نخوندن چه جلسه دیگه داشته باشیم نداشته باشیم، که بدون این جلسه خواهد بود و جلسه 22 که جلسه نهاییه که از نظر سایکیاتری بحث میکنیم، ولی از نظر هنر و همین مسئله هنری که الان امروز پیش میاد، اگر بحث بیشتری بخواد بکنیم میتونیم جلسه بین این دو تا داشته باشیم که در خاتمه جلسه امروز همه تصمیم میگیرن که میخوایم جلسه داشته باشیم یا نه. اگه میشه لطفا خانم دکتر فرنودی رو معرفی کنیم. بله بسیار عالی، انشالله که فرصت بعدی رو شما تعیین بفرمایید. خانم دکتر فرنودی منت بزرگی سر من گذاشت، به من گذاشتن که آمدن در این جلسه با توجه به اینکه روز تعطیلشون رو و برنامه‌های مختلف روشون رو باید عوض می‌کردن و من واقعا دکتر نهضت فرنودی رو باید بگم که همگان می‌شناسید، ایشون از نوادر روانشناسی بالینی ایرانیان هستن که مورد احترام همگان. ایشون رو من در امریکا باشون آشنا شدم و یه واقعا آشنایی نسبتا عمیقی با ایشون داریم، برای اینکه با برخورد داریم، با هم دید و بازدید خانوادگی داریم و خانم دکتر رو همگان می‌شناسن با فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های واقعا تخصصیشون در رشته روانشناسی بالینی، از معدود روانشناسان بالینی هستن که پی‌اچ‌دی‌شون رو گرفتن در این رشته و با یکی دو نفر دیگر از روانشناسا که اسمشون رو خودشون خواهند گفت، از جمله یکی دو نفر که ما هم همه آشنایی داریم باشون در تماس هستن و احتمالاً باید گفت که جزو چند نفر از روانشناسای بالینی هستن که ما ایرانیان باید از وجودشون استفاده کنیم و افتخار میکنم من امروز ایشون رو در اختیار انجمن داریم و در این جلسه میتونن شرکت داشته باشن. من راجع به ایشون و مطالعاتشون اطلاعات زیادی ندارم، خودشون خواهش میکنم که معرفی کنن خودشون رو، ولی باید دونست اون موقعی که من روانپزشک شدم در جامعه ما روانشناس بالینی نداشتیم و این رشته روانشناسی بالینی بعدن اضافه شد و چقدر ما خوشحال باید باشیم که روانپزشکان با روانشناسان بالینی که تبحر و تخصص دارن در نشته میتونیم به جامعه انسانی به عنوان متخصصین بهداشت روانی کمک بکنیم.
در این حد من میتونم واقعا ایشون رو بگم یکی از پایونیرهای این رشته هستن و امیدوارم که بتونیم از وجود ایشون هرچی بیشتر استفاده کنیم. خانم دکتر فرنودی خوش آمدید. خانم دکتر لطفا خودتون آمیوت بفرمایید. خانم دکتر شما هنوز میوت هستیم، ما صدای شما رو نداریم. الان صدای منو دارید؟ بله صدا و تصویر خیلی خوبه. خب خدا رو شکر. من تشکر کردم از آقای دکتر شمی که لطف کردن از روی مهر منو فکر میکنم یه مقداریم متفاوت از اون چه که شاید هستم معرفی کردم، ولی سپاسگزارم ازشون. من این کتاب استاد پیمان رو حقیقت نخوندم. من با کارهای استاد پیمان از 30 سال پیش حدوداً آشنا شدم و متوجه شدم که کارهای هنری ایشون یه صحنه‌هایی از زندگی واقعی مردم ایران رو در واقع تصویر میکنه، کپچرد کرده و یکی دو تا مقاله راجع به کارهای ایشون نوشتم که از اونجا با ایشون آشنایی پیدا کردم. اما وقتی که جناب دکتر شمی به من راجع به صادق رایت و نگاه ایشون، چون کتاب رو نخوندم ولی در این چند لحظه که ایشون توضیح دادن احساسم این بود که ایشون به صادق هدایت به عنوان یک عنصر ناسازه‌ای که سامانه‌های فکری جوانان ایرانی رو میتونه به هم بریزه و آسیب آثارش بیش از اثرات مثبت آثارشه، این طور فکر میکنم که نگاه دارن به صادق هدایت، که تا کتابو نخونم نمیتونم که متوجه باشم که نگاهم درست. ولی وقتی دکتر شمی با من داشتن صحبت میکردن من یاد یه کتابی افتادم. عنوان کتاب هست Touched with Fire، آنهایی که آتش لمسشان کرده. در این کتاب 124 تا یا 134 تا هنرمند مشهور جهان رو از نویسنده و شاعر و نقاش و موسیقیدان سرگذشتشون رو میگن که اینها، یه جمله در این کتاب هست خیلی جالبه، میگه که اگر داروهای انتای سایکاتیک در 200 سال پیش متولد شده بودن، جهان از بزرگترین ثروت هنری خودش محروم میموند در تمام زمینه ها. بنابراین این بحث نبوغ و جنون و همجواری نبوغ و جنون یه بحث بسیار جدیه. من در میون مراجعین خودم، من الان 43 سال کار میکنم و آقای دکتر شمی از من پرسیدن، روانشناسان بالینی که در ایران بودن، روانشناس مجاز بالینی که جواز کار به عنوان روانشناس بالینی داشتن، در زمانی که من در تهران کار میکردم 5 نفر بیشتر نبودیم. دکتر شاملو که استاد ما بود، دکتر شهبازی که استاد ما بود و دکتر سیروس عظیمی که باز استاد ما بود و دکتر اخوت و من. بنابراین از اون موقع یادم هست که در تجربیات کاری ما متوجه این می شدیم که بسیاری از آدم های نخبه و نابغه که زاویه های از زندگی بشری رو، چه تاریکناهای زندگی، چه افق های بسیار روشن زندگی رو تصویر می کنن، اینها ذهن معمولی ندارن. و مثلا در آمریکا شما ویرجینیا وولف رو میبینید که دقیقا مشابه صادق هدایته و به قول خودش همون جور که رو سنگ قبرش نوشته زیر این سنگ زنی خوابیده که هر سنگی رو در دنیا دید بلند کرد غیر از این سنگی که رو سینه‌شه. بنابراین اینا در یک بیپروایی ذهنی، در یک بیپروایی رفتاری، اینها به گوشه‌های از زندگی سرکشی میکنن که ما آدم‌های متوسط الحال، متوسط الهوش،
متوسط البنیه و متوسط استعداد به اونجاها شاید جسارت سفر رو سیر رو نداریم. مثلا شما در میون نویسنده های خود ایرانی، یکی از کسانی که شاید کتابش تنها مثل رمانی بوده که یک بار حداقل کاندید جایزه نوبل شد، خانم شهرنوش پارسیپور، دوست بنده و به اصطلاح با دکتر شمی هم در ارتباط هستن. ایشون چون خودش در کتابهای خودش از بیماری خودش که بایپولاره صحبت کرده، بنابراین مطلب کانفیدنشیال نیست. و من یادم هست که وقتی که برای اولین بار ایشون رو در لس آنجلس بستری شدن و داروهای روانگردان رو مصرف کردن، انتای سایکاتیک مصرف کردن، من یک ماه بعدش دو ماه بعدش با ایشون دیداری داشتم، پرسیدم شهرنوش جون حالت چطوره؟ یه خورده فکر کرد، گفت خانوم به طرز مزخرفی خوبم. و من ازش پرسیدم که منظورت از این که به طرز مزخرفی خوبی یعنی چی؟ گفت هیچی، من در قبل از این قرصاق ذهنم به جاهایی پرواز میکرد، به جاهایی سیر میکرد که حاضرم الان واقعا یه روز دیگه زندگی کنم ولی اونجاها رو ببینم دوباره، اونجاها برم دوباره. بنابراین ما این رو باید در نظر بگیریم که بزرگترین آثار هنری دنیا، چه ادبی، چه تصویری، چه موسیقیایی، اینا همه به وسیله، اکثرش به وسیله نوابقی به وجود اومده، تهیه شده، خلق شده که شاید در مرز بین جنون و نبوغ زندگی میکرد. در مورد صادق هدایت، همسر من شیفته صادق هدایت بود و الان هم تنها کتابهایی از صادق، کتابهای او که من نگه داشتم، چون کتاباشو همه رو وقف کردم به بنیاد ابن سینا، تنها 6-7 جلد کتابی رو که نگه داشتم کتاباش بود راجب صادق هدایت، چون تمام حاشیه‌هاشو نوشته با دست، برام یاد بودی از او. این همیشه یادمه که وقتی که من میگفتم که صادق هدایت خیلی از خواننده های جوان خودش رو از زندگی مایوس میکنه، یه جمله خوبی جواب میداد به من، میگفتش که غفلت نعمت بزرگیه و در غفلت ما رویاهایی برای خودمون میبافیم که اون رویاها توان اینو دارن که ما رو در جاده عافیت نگه دارن. ولی من نمیدونم این تکرار یک نواخت و مونوتوم زندگی به چه درد میخوره یا چه تفاوتی با زندگی نباتی و جانوری داره. خب این حرفش همیشه منو به فکر وامی داشت. ولی من اولین باری که کتاب بوفکور صادق هدایت دستم بود، سگ ولگردشو خونده بودم، بوفکور صادق هدایت دستم بود، مادرم وارد اتاق من شد، چون مادر داشتم که خیلی مدیر و کنترل میکرد زندگی بچه‌هاشو، چون همه رو میخواست به خوشبختی برسونه. بعد آمد تو اتاق من و کتاب دید، من کتاب بردم زیر پتو، اومد پتو رو بلند کرد و این کتاب رو دید، گفت یک بار دیگه تو اگر یک کتابی از صادق هدایت بخونی باید چمیدون تو ببندی از این خونه بری. حالا مثلا من 16-17 سالم بود، خب کجا بره یه بچه 16-17 ساله؟ ولی بعدها که بزرگتر شدم، به خصوص وقتی رشته روانشناسی رو انتخاب کردم و دیدم بعضی از مراجعینی که با خوندن آثار صادق هدایت اون شور طبیعی زندگی و جوانی رو یه جوری از دست داده بودن، حالا یا با صادق هدایت همانندسازی کردن، از درون
خود این رنج های شخصیشون هم بوده یا اینکه نه این اینتروجکشن یا درون فکنی صادق هدایت انقدر قوی بوده که نگاه خودش رو تونسته تزریق کنه به یه نسل با یه دید از جوانا. به هر دلیلی که بود، من با این جمله آقای سروش آبادی که میگه یک بیمار میتوانه رشد طبیعی یک جامعه رو مختل کنه، با این شاید من موافقم. ولی این نمونه هاش در عالم هنر بسیار، شما گوگن، ونگو، چایکوفسکی، خواهران برونته، ویرجینیا وولف، جیم جویس، اینا را اصلا اسم ببرید، اینا همه کسانی بودن که زیست عادی ذهنی و روی کرده معمولی به پدیده های زندگی رو نداشتن. من فکر میکنم ساحل عافیت و زیست مصلحت اندیشانه با زیست خلاق و حقیقت جویانه گاهی میتونه خیلی تفاوت کنه. مگه غیر از این بود که مولانا تا زمانی که زیست عادی داشت به اصطلاح واعظی موقر بود، استادی موجه بود، محبوب جامعه بود، از حیثیت و آبروی خاصی برخوردار بود که بزرگان زمانه به آستان درگاهش می رفتن. تا اون موقع مولانا یه خط شعر نداره، یک خط اثر تکاندهنده نداره، تا وقتی که آتش وجود شمع به جانش می افته و در اونجاست که میگه سجاده نشین با وقاری بودم، رقصنده کودکان کویم کردی. یعنی یکو از اون پوسته عافیت اندیشی، مصلحت جویی، عادی زیستی بیرون میاد و اون وقت آتش کلیات شمس رو به پا میکنه و سپس پس از فرو نشستن این آتش پرهیجان، اون وقت دریای حکمت و فلسفه مثنوی رو عرضه میکنه که 800 خورده سال بعد از او هنوز بیشتر از هر چیزی من از دانشگاه های دنیا دعوت میگیرم برای اینکه روانشناسی مولانا رو به اصطلاح توضیح بدم، حالا در حد بضاعت اندک خودم. من پرحرفی کردم، عذر میخوام. خیلی ممنون خانم دکتر. من بحث رو باز میکنم برای سوال و جواب. متشکرم خانم دکتر فرنودی، واقعا متشکرم از صحبتاتون. ما واقعا محظوظ شدیم، استفاده کردیم، امیدوارم که دوستان هم همینطور. مرسی، متشکرم. بله، من از دریای دانش ایشون بهره‌مند شدم. راجع به کارهای من چیز نوشتن بسیار عمیق بود، بسیار آگاهانه و این قابل توجهه. میدونین درک مسائل هنری بسیار کار سنگینیه. هر کسی حق نداره و جرأت نداره، مگر اینکه بخواد در یک با بی محابا بی حساب دخالتی بکنه. ولی کار خانم بسیار دقیق، بسیار عالمانه بود، بسیار آگاهانه بود. کار هنری تشخیص مسائل هنری و بررسی هنر و تحقیق و موشکافی روی هنر بسیار کار سختی است. فن، هنر، فلسفه، سه تا علم جدا رو باید انسان بدونه تا یک اثر رو مورد تحقیق و بررسی قرار بده. بسیار من سپاسگزارم ازش. ممنون استاد. من وقتی که صادق هدایت رو میخونم و بیشتر باش آشنا شدم برای این برنامه، چند جور وجه مختلف در ایشون میبینم. خب یکی اون مسئله بیسلاین داشته که ایشون به طور کرونیکلی سویسایدال بوده و همونطور که فرمودین وقتی که توی بوف کور راجع به زندگی مونوتون صحبت میکنه و میگه که ما آخر سر هممون خنزر فنزر میشیم، اونو من یه حالتی میبینم مثل سویساید نوت بوده تقریبا. یعنی میگه که پس
جای دیگه ندارم برم، چون خودش یک عمری گوشی نشینی میگیره که با اون مردم که مثل مرده های متحرک بودن قاطی نشه. بعد وقتی که به اون مردم رپروشمان میکنه میبینه همه کله هاشون رو میفته، همه در واقع یه مثل زامبی و مسخ شده و مرده های متحرک هستن و فکر میکره که خودش با از اونا جداست، ولی آخر سر به اون نتیجه میرسی که این در واقع خودش هم خنزر پنزریه و این یه شوک بسیار شدیدیه که آخر سر میگه فقط مرگ است که حقیقت رو میگوید و به مرگ خودش رو سوق میده. البته این شاید اگر ایشون اون حالت کرونیک سویسایدالیتی نداشته نتیجه دیگه نمیگرفته، چون وقتی که من بازم میبینم که داستان راجع به کارهای خیام بررسی میکنه و چطور نشون میده که خیام کسی بوده که سوال میکرده که این زندگی برای چیست، خدا چیه، اون دنیا چیه، چرا باید اون دنیا باشه و حالا ما این کارا رو بکنیم برای اون دنیا، چرا الان برای این دنیا کاری نکنیم. این صحبت هایی که میکنه خیام اصلا شما مسئله سویساید در اون نمیبینی، مسئله نبوغ و نوآوری از هر نظر، از نظر فلسفه، از نظر ریاضیات، هر چیز که دست زده به نهایت بسیار بسیار عالی و با تکامل اون پیش برده. شاید فرق ایشون با خیام همین بوده که ایشون این مسئله متاسفانه مشکل کرونیک سویسایدالیتی که جزء بیماری ایشون بوده اینو داشته و ایشونو به یه نگرش یا نتیجه گیری منفی سوق میده، ولی کارهای دیگه که کرده همش من میبینم که در راستای آموزش و اینکه فکر مردم رو باز بکنه، سنت شکنی بکنه، سنت هایی که به درد نمیخوره رو میاره روی صحنه، اونا رو کریتیک میکنه و به خواننده تشویق میکنه که اون سنت ها رو راجعش سوال بکنه و بزن دور و سنت های خیلی بزرگ رو اونو تقدیم میده. مثلا همین فیلم داشاکونی که ما نگاه کردیم در اون زمانی که مردم اینطور توی قفلت بودن که کشورشون از چند طریق توسط نیروهای بیگانه تحت حمله و تأثیر قرار گرفته و این مردم هنوز تو زندگی خودشون هستن و حالیشون نیست که چه خبره، این مثلا این مرد می اومد و با مردونگی یه شهری رو بهش امن امان میده و با خاطر سنت های لوتیگری که وجود داشته که حالا جزء اسلام هم بودشتن ولی فرای دروس اسلامی بوده، یعنی دروس اسلامی، دروس زردشتی و دروس ایرانی بودن درش همه مستتر بوده و اونا رو که دنبال میکنه خودشو از یه لات جلوبوری که سر گذر قمه میکشید و عرق میخورده تبدیل کرده به یه همچین آدم والایی. من فکر میکنم اینم اووردن داشاکل به عنوان یکی از کاراکترهایی که راجش کتاب نوشته همین یکی از کارهای صادق بوده که میخواسته آشنایی بیاره به این چیزا. من هم یک کلمه بگم خواهش بگم. بله میبخشید، من خیلی خوشحالم که واقعا یه همچه روزی هست و من در خدمت عزیزان و استادان هستم. خیلی خوشحال شدم که خانم دکتر فرنودی اینجا تشریف دارن، ارادت داشتیم البته سالها و بعد از یه طریقی هم از طریق دوست خیلی خوبمون و مخیشی هم پیدا کردیم. به هر حال من از سخنان ایشون خیلی استفاده کردم و میخواستم مقداری اضافه کنم به این ترتیب که واقعا وقتی به ما یه هنرمند رو داریم انالایز میکنیم و بخواییم دار برش صحبت کنیم یه مقداری بعد این جنبه کلینیکال و اینا دور بشیم، چون این ابعاد اون هنر در اجتماع و چه خدمتی هنر در واسه بشریت میکنه، واسه سروایوال ما واقعا
کیفیت زندگی ما نه فقط کمیت اینو باید در نظر بگیریم که حالا خود چند نفر کمتر سوساید یا بیشتر و ضمناً این که واقعا چقدر افراد واقعا به کامپلیتد سوساید میرسونده در اونش هم شک هست. من بخواستم با صحبت جناب دکتر شمی، ایشون 4 سال قبل از من رفتن ایران از امریکا و تعداد زیادی گویا از جوانان دیدن که اثر ساده و هدایت درشون تاثیر گذاشته بود، دیپریشن و غیره. من که رسیدم منم پرکتیس موفقی داشتم 4-5 سال و در طول تمامی مدت شاید یه نفر ندیدم. حالا دو جور میشه نتیجه گیری کرد، یا که آقای دکتر شمی همه رو درمان کرده بود و اتفاقا من نظرم همینه. من فکر کنم اونهایی که درمان شده بودن برای پیگیری من وقت نداشتم ببینم ایشون میمدن خدمت شما. بله بله بله، یا اونجوری بوده خو، یا واقعا سوساید انقدر زیاد نمیشده. البته دیپریشن مسلمه، من خودم میشناختم به زیادی و این بعد تحولی که واقعا هنر و آرتیست و در کیفیت زندگی اینا داره، این نمیشه اندازه گیری کرد. و صحبت یه دی دیپریشن، شاید مثلا بهتر باشه که نوشته هایی هم باشه که افراد که اینا رو میخونن اونا رو نگاه کنن که یه مقداری مور ابجکتیو به این نگاه کنن و حالاتشون اونجور ناراحت نشه. ولی اگر قرار باشه ما به آثار این بزرگان بخوایم ایراد بگیریم و یا خدای نکرده سانسور کنیم مثل که شده در ایران درباره صادق هدایت، این خیلی ظلمه واقعا. ما همین بنگو که فرمودن، اتفاقا وقتی شما میبینید در طی سالها تجور حالت منیاش به اوج میرسه بعد دیپرس میشه، این خیلی و وقت بنگو شاید نفر اول یا دوم سوم از این نظر باشه در تمام جامعه اروپا واسه چندین 200-300 سال. خب اینه اگر اونجوری بود واقعا منش میکردن، سعیم شده بود البته، ولی به هر حال به صورتی آثار هنری چقدر برجسته خوب واسه اونایی که از هنر استفاده میکنن که همه بشریت. به هر حال من میخوام زیادتر از این صحبت کنم، فقط میخواستم عرض کنم که واقعا این جنبه هنرمند رو ما نمیتونیم یک کیس کلینیکال بکنیم، او اصلا مسئله دیگریه. هنرمند باید همین در سطح اون هنر و روش صحبت بشه و تجزیه و تحلیل بشه از نظر اجتماعی. خب جنبه کلینیکال هم داره مثل همین مردم عادی. خیلی ممنون، همین من می‌خواستم. دکتر امارتکار بگم. استاد هوشنگ پیمان نکته‌ای در همین زمینه میخوان اشاره بکنن که شما اجازه بفرمایید ایشون صحبتشون رو برای چند لحظه داشته باشن. خواهش میکنم. خب بسیار ممنونم که راجب خانم فرنودی راجب ون گوگ کلامی مطلب کوتاهی فرمودن. من بایستی عرض کنم که ون گوگ در قرن 18 اون زمان ها اوج فلسفه و هنر بود. قرن 18 خانواده های ثروتمند و مشهور فلاسفه و هنرمندان رو زیر چتر حمایت خودشون می گرفتن، در مهمانی هاشون فلاسفه و دانشمندان و هنرمندان رو دعوت می کردن و از بحث و مکالمه اونها سود می بردن، بهره می بردن، استفاده می کردن، لذت می بردن. در اون زمان ون گوگ به اوج هنر بود و اوج بررسی هنر بود و در قدرت بود، نقاشی و موسیقی نهایت قدرت رو داشت. ون گوگ یه دونه تابلو فروخت $1 فقط. من نمیخوام بگم قیمت تابلو $1 بوده یا نبوده، ولی از نظر هنری، از نظر تکنیک وقتی بررسی میکنیم آثار ون گوگ رو میبینیم یه چیز بسیار سطح پایینه. هارمونی های رنگش بسیار بچگانه و ضعیفه، طراحی هاش تکنیک نداره و بسیار کار ضعیفه. وقتی ون گوگ
گوشش رو برید و برای معشوقش فرستاد، مقصود ون گوگ. هزارها کتاب راجع به ون گوگ نوشته شد که هزار جور بود و هزار ون گوگ متفاوت بود. اختراع نویسنده ها بود، ون گوگ آفریده شد، هزار ون گوگ، ون گوگ جدید آفریده و خلق قلم نویسندگان شد. هیچ کدام ون گوگ اصلی نبود، این بازار نگارش بود که قدرت میداد به قلم نویسنده ها، نه واقعیت ون گوگ. تشخیص آثار هنری یک کار بسیار دشواری است. هر کسی راجع به هنر بحث و گفتگو میکنه، نظر روانی، نظر فنیش، نظر هنریش، نظر تکنیک و ابتکار و همه چیزش، حالان که ذره ای نزدیک به اون واقعیت نیست. مردم دنیا هنوز آثار داوینچی رو نمیفهمه. آقا این مونالیزا چی داره که این ما لذت داره، چی مشهوره؟ بررسی این کار آسونی نیست. کار هنر بررسیش یک دنیا علم و فلسفه و حکمت میخواد. بایستی روانشناس باشه، جامعه شناس باشه، نویس نقاد باشه، در اون هنر آگاهی داشته باشه، به اون هنر آشنایی داشته باشه، اون وقت بیاد قضاوت کنه. در مورد کار هنری، هنر سمبل تجلیات روح بشره. سمبل تجلیات روح بشر رو آقا تقی که نمیتونه راجعش حرف بزنه که دو تا شعر نو گفته یا راجع به اثر چایکوفسکی حرف بزنه. این کار کار همه کس نیست. یا راجع به میکلانج حرف بزنه، یا راجع به رامبران، استخراج طلا در تاریکی، کار رامبران، خدای نوره، خدای بحث داره، هزار نکته داره. بنابراین نمیتونیم بگیم اون آقا چون یه کتاب نوشت نمیدونم فلان شد خیلی. همینطور نظر بررسی صادق هدایت و فرزن حسین هزار نکته داره، هزار کار داره. روانپزشک آقا خیلی ساده است، محرز بوده که صادق هدایت بیمار روانی بوده یا نه؟ هست کنار. حالا ادبی، از نظر ادبی بایستی یک کسی که صلاحیت ادبی داره، نقاد ادبیاته، اون بررسی کنیم. احساسات شخصی در بررسی هنر بسیار کار غلط و اشتباه و خطاست، جامعه رو به انحراف میکشونه. کثافت را اوج اعلا بهش میده به اشتباه، و جواهر رو در منجلاب پستی میبره، قلم ناشی و ناتوان. بررسی هنر خدای توان هنری رو لازم داره. بررسی هنر علم گسترده ایست، بسیار سخته، بسیار دشواره و بسیار پربرگرد. ون گوگ به خاطر گوشش میشه ون گوگ، بریدن گوشش، فرستادن بر معشوقش و آخرم خودکشی میکنه. این بیمار روانی است. بله ون گوگ تابلوش 75 میلیون دلار فروش رفته. نه، تابلوش فروش نرفته، سرگذشت اون رو میخوان به ایش جنجالی است که راه میفته و به انحطاط و انحراف کشیده شده. ون گوگ بسیار بسیار نقاش ضعیفی است، بسیار ضعیفه. همینطور که واقعا شخصیت صادق هدایت هم یکی از منتقدین بیان میکنه، میگه موقعی که مایوس میشه از یه دختر فرانسوی، خودش رو به رودخانه میندازه و خودکشی ناموفق. ما کجای خودکشی رو موفق میدونیم؟ خودکشی ناموفق خودش یک هدف غیر انسانی و غیر زندگی داره. ما هیچ جا نیست که در روانپزشکی بگیم خودکشی موفقیت آمیز است، و این اشتباهه. خودکشی یک هدف از بین بردن خود، هدفی است بیمارگونه، و اگر کسی با خودکشی زندگی میکنه
حتما دچار گرفتاری های روانی است که ما برای اون هنوز شاید اسم نداشته باشیم. همینطور که میدونیم دورکان جامعه شناس فرانسوی تقسیم میکنه خودکشی ها رو به سه دسته: ایگویستیک، آنومیک و ایگویستیک آنومیک و یکی دیگه هم برای خودکشی، اگر به خاطرتون باشه میتونیم بگیم خودکشی صادق قدرت رو آلتروئیستیک، خودکشی صادق قدرت رو میتونیم اگر نگاه بکنیم یه خودکشی آنومیک بدونیم. ایشون سه تا خونه در تهران داشته که هیچ کدومش برای او واقعا ایجاد امنیت و آرامش نکرده و زندگی متعادل خانوادگی رو هیچ وقت نتونسته تشخیص بده و تمیز بده یا ارجح بدونه بر زندگی واقعا بسیار نامتعادلی که از نظر اجتماعی داشته. اینها جزء خصوصیات شخصیت او است. چه عواملی موجب این خصوصیات شدن ما نمیدونیم، اطلاع نداریم واقعا در دوران بچگی چه صدماتی ممکنه تحمیل شده یا به او وارد شده. اینها همه عوامل بروز دهنده اختلالات روانی هستند که بر یه زمینه مستعد خانوادگی میتونن بروز پیدا کنن، چه شخص هنرمند باشه یا نباشه. اگر کسی هنرمند باشه و دارای استعداد واقعا ذاتی باشه، این هنرش رو میتونه خیلی متجلی تر بکنه تا اینکه هدفهای بیمارگونه رو اشاعه بده با کار خودش، که واقعا نمیتونه تجلی بخش هیچ هدفی برای زندگی باشه. اگر هنر رو که یکی از مفسرین تعریف کرده به نام نجات بخش واقعا آدمی، اگر بدونیم نگاه بکنیم بهش در چه زمینه‌ای واقعا نجات بخش آدمی بوده هنر صادق داره، باید اون رو مشخص کرد و بعدم راهی که او رفته برای مردم روشن کرد که راه زندگی نبوده، راه مرگ بوده. او با مرگ زندگی میکرد. دکتر جان منم یه اجازه فرصت میخوام که یه صحبتی اگر فرصتی بودی وسط بکنم. ببینید من آقای دکتر شفا فکر میکنم. بله بله سلام. بله از ماست. موقعی که داشتید صحبت میکردید به دو نکته بسیار مهم اشاره کردید که بعد هم نازنین دوست ما اشاره کردن به این مسئله. ببینید ما در کتاب روش کاربرد عقل ترجمه فروقی اثر رنه دکارت یه جمله میگه انسان‌ها در تقسیم همه چیز بر خداوند ایراد میگیرند غیر از تقسیم عقل. چرا؟ به دلیل اینکه ظرفی که با اون عقل رو میسنجند همون عقل خودشونه، بنابراین فراتر از اون رو نمیتونه مجسم کنه که بعد بگه خدایا چرا اینو به من ندادی. لذا در مورد هنرم همطور که استاد پیمان گفتن، ما استعدادهای برابر در تشخیص زاویه‌های آثار هنری مطلقا نداریم. و حالا این بحث رو بذاریم کنار، بعد بریم به یه قسمت دیگه از یافته‌های جدید نوروساینس که بحث relativity in perception رو مطرح میکنه. relativity in perception، نسبیت در ادراک، اصل اول رسیدن به شناخته. به همین دلیله که ما میتونیم بگیم به تعداد آدمایی که روی این کره زمین زندگی میکنن نظریه وجود داره، منتها یک نوع تکبر و خودمحوری در ما سبب میشه که به قول برزوه طبیب تو باب کلیله و دمنه، به هر جمعی که رسیدم گفت من مصیبم و آن دیگری مختی. اون خطا میکنه و حرف درست پیش منه. حالا الان
این بنبست تاریخ بشری رو به نظر من دو سه روز پیش من توی جلسه همینطوری زوم با یکی دوتا از مراکزی بودم که خیلی مورد علاقمه و داشتم گوش میکردم، 90% اطلاعاتی که اونا میدادن بالای سر من بود، ولی که اون چیزایی رو که باید میگرفتم ازش میگرفتم. خیلی مبحث جالبیه. الان در آفرینش هوش مصنوعی، در آفرینش هوش مصنوعی بنبستی که وجود داره، چرا کامپیوتر، چرا امروز کامپیوتر با بالاترین میزان هوش مصنوعی دارای کانشسنس نیست؟ دارای کانشسنس نیست، یعنی اون آگاه بودی چرا در کامپیوتر نیست؟ و لذا دارن از سه زاویه، از زاویه کاگنیتیو دیولپمنت، رشد تعقلی، بعد پرسپشن و نقش عواطف در پرسپشن، و سومین عنصرش لینگویستیک، زبانی که وقتی این احساسات رو و این ادراکات رو بیان میکنه، خود مغز چقدر از اون زبان دوباره تأثیر میپذیره. این سیکل رو دارن بررسی میکنن فقط به یک دلیل که پاسخی بیابند برای اینکه هوشیاری و آگاهی چیست، چگونه به وجود میاد و چه عناصری دست به دست هم میدن و التیمیت گول یا آخرین هدف هوشیاری در جهان چیست. من البته اعتقاد دارم، به این دوستان جوانم هم گفتم تو بحث دو سه روز پیش، گفتم شما دارید از طریق علم تجربی، علم تجربی از آزمایش و خطا و قیاس و استقرا میخواد به یک نتایجی برسه. تردیدی در این نیست که شما در این راهید، اما من اعتقاد دارم مکاتب عرفانی جهان، مکاتب عرفانی جهان همونطوری که دکتر مهدی حائری یزدی در دانشگاه هاروارد در کتاب Knowledge by Presence، دانش حضوری، دانش حضوری روشش آزمایش و خطا، قیاس و استقرا، از جزء به کل رسیدن، کل رو به اجزای اتمی که خودش تقسیم کردن، اجزا رو شناختن، برای کل نتیجه گیری کردن، روش رسیدن به حقیقت حتما این یه روش نیست. و روش knowledge by presence یا علم شهودی روشیه که پاره‌ای از مکتب‌های فکری و ذهنی با یک پروازهایی که اسمش هست ترانسندنتال پروسسینگ، فراسویی، یعنی اون اهم اکسپریانس، به قول مزلو اون پیک اکسپریانس ها، اینا دریافتی دارن که با دریافت گام به گامی و تجربی پژوهندگان عالم فرق میکنه. و من اعتقاد دارم هنرمندا بسیارشون، چه از دید من و شما بیمار، چه از دید من و شما غیر بیمار، هنرمندان بیشتر از طریق علم شهودی به پرده برداری و رازگشایی از این هستی که اصلش آگاهیه میرسن. لذا دریچه هایی که برای ما باز میکنن مقتنمه، ولی ما باید این تواضع رو داشته باشیم که ادراک ما از آنچه که اونها بهش رسیدن هنوز نسبی و در حد توان تجربی علمی لوح ژنتیکی خودمونه. من دیگه قول میدم حرف نمیزنم، چون تا 10 دقیقه دیگه هم باید برم پیاده روی. خیلی از شما متشکرم. استاد یاوری لطفا بفرمایید. من واقعا خیلی خوشحالم که تا
توفیق حضور در جلسه رو دارم و خیلی خوشحالم که توفیق شنیدن دوست خیلی عزیزم خانم دکتر فرنودی رو پیدا کردم. سلام عرض میکنم. من واقعا که میدونید از ارادتمندانم و سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم از لطفتون. واقعا حرفای خانم دکتر فرنودی دو نکته خیلی مهم رو مشخص کرد امروز با فصاحت و بلاغتی که واقعا جای ستودن داره. یه نکته رو که در صحبت‌های اولشون مطرح کردن اینه که داستان ادبیات، داستان آفرینش، کار هنری با داستان یک علم تجربی به اسم روانپزشکی یا روانشناسی متفاوته و اگر ما با نگاهی که هنرمند و شاعر و نویسنده رو از دایره نرمال بودن با اون نگاه در طول تاریخ نگاه می‌کردن، ما امروز تا چه اندازه محروم بودیم از خوندن آثاری که شاید بدون اون آثار یا بدون اون آثار هنری اصلا زندگی معنایی رو که امروز داره و نقشی رو که اون آثار در توسعه و گسترش قوای ذهنی ما پیدا کرده ما محروم بودیم. سخنی این قسمت دوم حرفشون واقعا بحثی است که امروز در تمام این محافل آکادمیکی که به این مطالب میپردازن مطرحه، که بسیاری از معیارهایی که ما در تشخیص درست از نادرست، طبیعی از غیر طبیعی و در یک مقیاس گسترده تر عقب مونده از پیشرفته، یعنی اون چیزی که سرنوشت بسیاری از کشورهای مثل ایران رو در این قرون اخیر رقم زده، نگاه غرب، نگاه غربی که به خودش در آینه نگاه کرده و خودش رو آراسته به صفاتی دیده که کشورهای شرقی از اون محروم بودن و تمام گرفتاری ها و تنگناهایی که باهاش پیش آمده. و این رو اون بخش علمی و توجیهیش رو از نظر دانش روانپزشکی و روانشناسی خانم دکتر فرنودی خیلی خوب واقعا بیان کردن و من بسیار متشکرم. بسیاری از پرسش هایی که برای ما پیش میاد در مورد صادق هدایت دقیقا به همین نکته‌ای که خانم دکتر فرنودی اشاره میکنن مربوطه، یعنی سرزمینی مثل ایران در گذر از مراحل تاریخیش با تمدن غرب که بزرگترین رویارویی ایرانه در طول تاریخ با فرهنگ‌های دیگه روبرو میشه و نگاه اونا که خودشون رو آراسته به صفاتی میدیدن که ما ازش محروم بودیم، این بحران هویتی که صادق هدایت هم در چنگال اون واقعا دست و پا میزده به وجود میاره. این رو ما هم در گفتگو میبینیم که اون روز واقعا صحبت شد و هم در داشاکل که موضوع صحبت امروزه، داشاکل داره در دندانه های سنت و مدرنیته دست و پا میزنه. یک جامعه استوار بر سنت، سنت های ریشه دار در جامعه ایران، فتوت، جوانمردی، همه انتظاراتی که از یک فتا میره، از یک جوان مرد میره. به همین دلیل هم هست که وقتی که پدر مرجان داره از دنیا میره، همه زندگیش که عبارت از زن و فرزند باشه و تمام ثروتش رو میتونه اعتماد کنه بدون رفتن به محضر، بدون اینکه وکیل بگیره، بدون اینکه کسی رو برای نظارت بر کار داشاکل انتخاب بکنه، در اختیار اون بذاره. برای اینکه اون مطمئنه معیارهای اخلاقی و اجتماعی که داشاکل بهش معتقده بزرگترین نگهبان منافع او و خانواده او خواهد. بزرگترین پرسشی که برای داشاکل پیش میاد زشتی و جوانی نیست. بزرگترین پرسش اینه که برگذشتن از اون مرزی که او متعهد شده که اون مرز رو نگه داره. پدر مرجان خانواده رو به او سپرده، حدود این رو
آیین جوانمردی معلوم کرده. داشاکل از این مرز نمیتونه بگذره. به همین جهت ولی در این حال با اون حس درونیش یعنی عشقی که به مرجان داره رو به رو هست و چون به هیچ کس دیگه نمیتونه بگه چون گفتنش یعنی درست شکستن خودش شکستن تمام معیارهایی که خودش بهش معتقده اون وقت یک طوطی رو برای همسخنی انتخاب میکنه و یعنی این نکته واقعا این که صادق هدایت تا چه اندازه با بحران هویتی روبرو بوده و دو خودش رو درست در مرکز پرسش‌های زمانه قرار داده. به همین جهت هم هست که شما می‌بینید که صادق هدایت و آثارش تا امروز همچنان مورد بحثن به طریقی که شما امروز در امریکا نشستیم و دارین راجع به آثار صادق هدایت صحبت می‌کنیم. ما راجع به داستان‌های جمالزاده صحبت نمی‌کنیم. راجع به مشفق کاظمی صحبت نمی‌کنیم چون تکلیفمون معلومه. و آقای دکتر جلیلی هم در اون جلسه قبل واقعا حدود گام هایی که روانشناسان و روانپزشکان در ارزیابی آثار هنری میتونن به کار ببرن صحبت کردن راجبش، گفتن این واقعا یک کمی کمپلیمانی خواهد بود که ما اگر که روانکاوی و روانشناسی رو دانشی بدونیم که با معیارهایی که خود برساخته اون دانش است به سراغ حوزه ادبیات بره، چه مشخصات روانی نویسنده و چه مشخصات زیبایی شناختی اثر رو بر اون اساس این معیارهای خود ساخته که در دانش معتبره ولی همیشه در حال تغییرم هست مورد ارزیابی قرار بده. و این من خیلی خوشحالم که در این رو در رویی دو دانش یعنی ادبیات و روانشناسی و روانکاوی خوشبختانه ادبیات و هنر مدافعان خیلی زبردست و گویایی پیدا کرده که این نکته اصلا مورد بحث قرار میگیره. خیلی متشکرم واقعا. اجازه هست من یه چیزی بگم؟ بفرمایید. اولا خانم دکتر هورا یاوری خیلی لطف کردین تشریف بردین. طبق معمول ما استفاده میکنیم. دوستان عزیز دیگه هم واقعا لذت بردیم. من میخوام یکی دو تا نکته کوچیک راجع به خلاقیت و هنر که در نظر خود من نه آدمیم که هنرمندم نه واردم، ولی خانواده مادریم خیلی تو هنر و دختران وارد بودن. من یادم دختران که کوچیک بودن دوست داشتن نقاشی بکشن، من می اومدم و تشویق می کردم، قسمت های مثبتش رو می گرفتم، می گفتم با بچه این قشنگه. و همسرم هم که اینجا نشسته مثلا می گفت این دماغش یکم زیادی بزرگه و من به شوهرم می گفتم که تو رو جنبه مثبت تأکید کن که این بچه ذوقش بیشتر بشه و بتونه اون چیزی که تو فکر خودشه بیاره و ما نمیدونیم تو فکر این چی هست و ما در انتقاد کردن باید خیلی حواسمون جمع باشه. این هنرمندای مختلفی که راجع بهشون صحبت میکنیم همون جور که جلسه قبل من گفتم و خانم دکتر فرنودی هم این اون جمله منو امروز گفتن، ما هم دیگرم قبلا ندیدیم، این بود که من گفتم بین نبوغ و جنون یه مو هست، اینقدر اینا به هم نزدیکه. پس اون نقاش و یا هنرمندی که در فکر خودش اومده و یه چیزی رو اختراع کرده درست کرده، ما 100% نمیتونیم به اصطلاح ردش کنیم یا بگیم 100% درسته یا 100% غلطه. و من در نتیجه اینی که ما بیایم بگیم فلان نقاش یا فلان هنرمند اصلا کاراش هیچ ارزشی نداشت و مثلا به اون دلیل یا این دلیل مشهور شد، به نظر من یه نوع بی‌انصافیه. برای اینکه ما
توی مغز اون نیستیم بدونیم چی میخواسته ابداع کنه، ولی چیزی رو که میبینیم خیلی از اون لذت میبرن، خیلی هم بدشون میاد. خیلی ها سالوادور دالی رو نقاشیاش رو دوست دارن، خیلی هم بدشون میاد، یا پیکاسو یا غیره. یعنی من میخواستم این نکته رو بگم که ما در هنر و اینجور چیزا نمیتونیم ابسولوت نظر بدیم. من فکر میکنم که شما در پرسشی که کردیم پاسخش واقعا نهفته است، یعنی حتما همینه. میتونم یه کامنت داشته باشم؟ بفرمایید آقای دکتر. خیلی ممنون دکتر شمید. آقای پیمان واقعا شما لطف کردین که اومدین زمانتون رو به ما دادین. خیلی متشکر از این همه نسخه‌ای کتابی که فرستادین برای همه. من میبینم دکتر شمید یه لطف بزرگ کردن و بالای 20 نسخه کتاب آقای پیمان رو فرستادن به همه. یه چیزی که من میخوام حتما اینجا اینترجکت بکنم این هستش که ما توی ادبیات هیچ اکسپرتیزی نداریم، هیچ دلیلی هم نداره که وارد حیطه ادبیات بشیم. صادق هدایت یه نخبه ادبی هستش که واقعا ایران زمین بهش چی هستش، سالهای سال generation of generation بهش چی خواهد بود، بدهکار خواهد بود. ایشون اومدن خیام رو اولین نسخه کاملش رو جمع آوری کرد. ایشون اومدن کارهای غربی رو، هیچ کس نبود که اینقدر اشراق به کارهای غربی داشته باشه، ترجمه کردن. کارهای کافکا رو ترجمه کردن به فارسی. ایشون پا شدن رفتن هند، نسخه های پهلوی کتاب های قدیمی ایران رو ترجمه کردن به چی؟ به فارسی. کدوم کسی نویسنده‌ای بوده که این همه کانتریبیوشن داشته باشه توی ادبیات ایران؟ صحبتی که ما میخواییم بکنیم این نیست واقعا بخواییم یه هنرمندی رو که اصلا کاملا یه چهره شناخته شده تو ادبیات ایران زمین هستش رو از نظر ادبی نقد بکنیم. ما تخصص ما روانشناسی و روانپزشکیه. ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم آنالیز میکنیم محتوای فکری اون فرد رو از نظر روانی و روانشناسی. چیزی هستش که هدف جلسه ما همیشه همین بوده. من واقعا از بعضی از همکارها که نگاه میکنم میبینن که این دوتا رو با هم قاطی میکنن و میگن ما اصلا توان اینو نداریم که چی کار بکنیم، نظر بدیم در مورد از نظر روانی. واقعا این منو مستعصب میکنه. ما الان تو قرن یک هستیم که میدونیم که مشکلات روانی قابل درمانه. فرق میکرد زمانی که صادق هدایت با خودکشی فوت شد تو سال 1951 که هیچ داروی روانی وجود نداشت غیر از لیتیوم که سال 1948 اومده. سال 1952 دو سال بعد از اینی که هدایت فوت بشه ما اولین کلورپرومازین رو داشتیم. چندین سال طول کشید که ما اولین داروی افسردگی رو داشتیم. ما خودم چند تا چی دارم، نویسنده دارم که این نویسنده ها یکیشون اسکیزوفرنی داره، یکیشون بایپولار داره. وقتی که اینا رو درمان میکنم خودشون میان به من میگن که اصلا محتوای نوشتن ما فرق میکنه وقتی که داریم درمان میگیریم. یعنی من مریضی داشتم که میخواست خود بکنه، الان محتوای نوشتارش فرق کرده. ما الان صحبت از این میکنیم که اگر اون استعداد بالای صادق هدایت با اون نبوغ بالاش این افسردگی درمان میشد چه کارهایی میتونست خلق بشه و به اینجا خط نمیشد که ایشون خودشو بکشه و تمام کاراشو چه کار بکنه، از بین ببره آخر عمرش. من متاسفانه میخوام چه کار بکنم به این نقطه برسم که نه تنها این نهادینه شده توی فرهنگ ما که ما داریم چی کار میکنیم، انگ روانی میزنیم، در حالی که ما کلی هنرمند داریم که فشار خون دارن، میرن درمان میگیرن فشارشون درمان میشه. خب خیلی هنرمند هم میتونیم داشته باشیم که مشکل روانی داشته باشن و درمان میگیرن. من نمیدونم چه مشکلی داریم هنوز تو این جامعه ایرانی که فرهنگ ایرانی که هنوز داریم انگ میزنیم. اشکالی نداره اگر یه هنرمند ما تگ افسردگی بهش بخوره. اشکالی نداره اگر هنر الان توی جامعه غرب، من تو فیسبوک خودمون شیر کردم،
دقیقاً هنرمندا میان میگن من بایپولارم درمان دارم میگیرم، چند بار خودکشی کردم، چقدر مشکل با مواد داشتم. چه مشکلی هستش ما که همیشه داریم چیکار میکنیم؟ میریم تا لب حوض، پامونو میذاریم تو حوض فرار میکنیم. باید بگیم که این انگ روان، روان مشکلات روان پزشکی باید از جامعه ما برداشته بشه. ما این که نقش داریم که چی کار بکنیم، جامعه رو چی کار بکنیم، آگاه بکنیم. این مهمترین نقش ما هستش که انگ های روان پزشکی رو برداریم. ممکنه یه رهبر باشه بایپولار باشه، که ما که لینکرن و چرچیل بودن. ممکنه که یه رهبر باشه نارسیسیستیک باشه، که ممکن خیلی از رهبرها بودن. و یه چیزی که من میخوام اضافه کنم این هستش که من قبل از این که حرفم رو تمام بکنم، تو سال 2017 یه سریالی اومد تو آمریکا به اسم 13 Reasons Why که این 28.5% نزدیک 30% آمار سویساید رو تو نوجوانای آمریکایی بالا برد تو سال 2017. من نمیدونم شما در جریانش هستید، میتونید سرچ بکنید 13 Reasons Why. خب مشخصاً ما چیزی که داریم میبینیم، میبینیم اثر این هنرمند که نتیجه اون زخم‌ها و افسردگی خودش هستش، باعث این میشه که کسایی که افسرده تر هستن اون کتابا رو بیشتر بخونن. و ما به عنوان روانپزشک رسالت داریم که آگاه بکنیم و این خیلی مهمه. این از هر چیز مهمتری که بگیم آقا این کتاب از فردی اینو نوشته که افسردگی داشته و باید چی کار بکنید. شما کاملا احتیاط بکنید وقتی این کتاب رو میخونید. اصلا خیلی برای من جالبه که آقای پیمان این کتاب رو زمانی نوشتن که بعد از اینکه هنرجوی ایشون همون ویدئویی که دکتر شمعی به ما دادن و ما اینو منتشر کردیم رو فیسبوک ما، هنرجوی ایشون خودکشی کردن که ایشون نگاه کرده دیده که آره جالب هستش که ایشون همش کتابای هدایت رو میخونه. و آقای پیمان تو ویدئوی خودشون میگه که من با مسئول دادگستری صحبت کردم و دیدم که چقدر خودکشی هستش و چقدر کسا اینو ربط میدن به خوندن کتابای صادق هدایت. و من میخوام از آقای پیمان در مورد اون هنرجوشون که خودکشی کردن بیشتر بشنویم که آیا واقعا اون فرد زمینه‌های خودکشی داشتن یا اینو فقط مستقیم به خاطر خوندن کتابای صادق هدایت میدونیم. اوکی. میشه لطفا قبل از اینکه جواب بدی خانم دکتر معین خیلی وقت دست شما بلند کرد، ایشون صحبت کنن بعد مزاحم میشه. بفرمایید. سلام به همگی، خیلی ممنون از اینکه فرصت در اختیار من گذاشتین. من راستش رو بگم تعجب این که داخل ایران بزرگ شدم و بعد از انقلاب بوده، اتفاقا ما این دیدگاه بوده که همیشه توی مدرسه و جامعه این حس رو امامی دادن که کتابای صادق هدایت رو اگه بخونین کتابایی که باعث افسردگی میشه، باعث افزایش خودکشی میشه. و شاید اصلا به همین دلیل هم بود که من اصلا نرفته بودم سراغ ایش کدوم از کتاباش که بخونم تا همین میتینگ های اخیر که شروع کردم اول کتاب گفتگو رو خوندم، بعد شروع کردم داستانه کوتاهش رو خوندم که توی کتاب سایه روشن هستش. و چیزی که برام جالبه اینه که تا آقای دیدگاهی که میگفتن که خیلی کتاب‌های تیره و تاریه حس منفی میده، اتفاقا من شاید این دیدگاه من باشه، من ندیدم توش. مثلا توی کتاب سایه روشن به نظرم خیلی جالب بود که خیلی رئال خیلی چیزها رو در واقع میاد بیان میکنه. مثلا تو داستان زنی که مردش رو گم کرد، خب یه صحنه هستش که مادر بچه رو میذاره، وقتی که میبینه خب پدر بچه حاضر نیست بچه رو بگیره، بچه رو میذاره پشت در یه خونه، میره سراغ این که زندگی خودش رو از نو بسازه. درسته که از نظر اجتماعی اونم توی فرهنگ ایران یه همچین چیزی خیلی بد هست، بهش دیدگاه منفی وجود داره، ولی اتفاقی هست که میتونه بیفته. میتونین توی داستان‌های ایرانی خیلی وقتا شاید از اینها در واقع دوری می‌کردن، اینکه بخوان رئال با مسائل برخورد بکنن. یا مثلا تو شب‌های ورامی این اونجایی که داره راجع به این صحبت می‌کنه که خب
فکر میکنن روحی هستش که شبا میاد مینوازه و اینا، نشون میده که نه این خرافاته، در واقع اون دختری هستش که خودش داره ساز میزنه شبها. در واقع میاد سوالاتی رو مطرح میکنه، یه سری مسائلی رو که شاید تو دیدگاه عامه پذیرفته شده است داره میبره زیر سوال. و میگم من اونقدر چیز منفی ندیدم، برام خیلی جالبه این که تمام این مدت راجع به این مسئله صحبت میشه که صادق هدایت باعث افزایش خودکشی توی آدم ها میشه. گاه منفی نظر من سوالی که مطرح کرده، سوالی که حتی همین امروز هم جامعه ایران درگیرش هستش و این سیاهی صادق هدایت ایجاد نکرده که در واقع ما بخوایم نقدش بکنیم، بگیم که آدم ها این آثار رو نخونن چون باعث افزایش خودکشی توشون میشه. این هم که حتی مثلا آقای دکتر فرمودن بعد انقلاب اومده بودن توی ایران دیده بودن که افراد آمار دپرشن توشون بالاست و خودکشی بالاست. خب عوامل خیلی زیاد دیگه وجود داشته، جنگ ایران بوده، اون سرخوردگی که بعد از انقلاب توی ایران وجود داشته، توی افرادی که به هر حال آگاه‌تر بودن، شاید جوانهایی که دنبال یه سری اهدافی بودن که انقلاب نتونسته بوده بهشون برسه و برعکس شده، حتی شاید خیلی خفقان بیشتری رو ایجاد کرده. یه کمی عجیبه که اینها رو همه رو بخوایم در واقع این منفی بودن ها رو به کارهای صادق هدایت به نظرم نسبت بدیم. من اصلا کاری به این ندارم که ما داریم خوب از لحاظ روان پزشکی و این روی کرد رو داریم که حالا محتویات افکارش رو بیان بکنیم، آنالیز بکنیم، روی اون هیچ صحبتی نیست. ولی بازم برای من عجیبه این مقدار دقت منفی‌گرایی که بهش نسبت داده میشه، از نظر من خیلی عجیب میاد. مخصوصا اینکه حالا من خودم یه سری کارهای هنری میکنم، مثلا یه مقدار نقاشی میکنم و خطاطی میکنم، به نظرم هنرمند خودش میدونه چه مقدار از اون افکارش رو داره وارد کارش میکنه. مخصوصا یه فردی مثل صادق هدایت که اینقدر آگاهی بالایی داشته، توانمندی بالایی داشته، قطعا آگاه بوده که این حرفایی که داره میزنه توی داستاناش داره میاره از روی عمد بوده. این نبوده که ناخودآگاهش باعث میشده که اینها رو بیاره توی کارهاش. و به نظر من به یه سری از علوم زمان خودش هم تا حد زیادی در واقع آشنایی داشته. مثلا توی همون داستانه کوتاهش یه داستانی داره سینگاف لام لام، اون داستانه وقتی نگاه کنین خیلی جالبه، خیلی چیزایی که توش پیش بینی میکنه، در واقع اون فضایی که داره ایجاد میکنه فضایی که واقعا امروز ما داریم و زمان صادق هدایت اصلا یه همچین چیزی نبوده. مثلا راجع به یه چیز مثلا همین الان میتینگی که ما داریم، زوم میتینگی که داریم، داره عملا صحبت میکنه، تلفنی که توش تصویر وجود داره، بعد داره میگه که من دارم میام، درهایی که سنسور دارن راحت باز و بسته میشن، دیوارهایی که میتونن جابجا بشن که بتونن اون فانکشن خونه رو تغییر بدن. که خب نشون میده این آدم در واقع دیدگاهی که داشته اتفاقا خیلی دیدگاه کوتاه مدتی نبوده، یعنی یه سری پیشرفت‌هایی رو توی زندگی آدم، توی تکنولوژی این چیزها حتی اون موقع می‌دیده که شاید خیلی از اطرافیانش نمی‌تونستن باور کنن. برای این نمی‌تونسته یه آدم منفی باشه به نظرم که صرفاً به مرگ فکر می‌کرده. من میگم باز این نظر شخصی منه، من برداشتی که از کتاباش داشتم این بود که این آدم اگر خودکشی هم کرده بیشتر به نظرم سر استیصال نبوده، به نظر من بیشتر از سر کنجکاوی بوده. یه کنجکاوی خیلی خاصی نسبت به مرگ توی داستانهاش هست و این کنجکاوی لزوماً به معنی ناتوانیش نبوده. حالا نمیدونم. ممنون به از این فرصت. ظاهراً کتابای خوب صادق هدایت مثل کل و اون کتابای مثبتش رو خوندم. من توصیه میکنم کتاب بوفکورش رو بخونی، تاریک خانه‌ش رو بخونی. بوفکور رو اتفاقا من خوندم. واقعا این کتابا منفی هن. یعنی تو دوتا کتاباش عملا از خشم خودش رو پروجکت کرده و خانم خودش رو کشته، تو عروسک پشت پرده و بوفکور. حتی بوفکور خانمش رو قطع قطع میکنه، در حالی که قطع قطع کردن اصلا قطع قطع کردن اعضای یک فرد تو فرهنگ ما به اون صورت نبوده. مثلا تاریک خانه به نظر من دقیقا خودش رو داره پروژکت میکنه تو تاریک خانه. من توصیه میکنم زنده به گور، تاریک خانه، بوفکور و یا عروسک پشت پرده حتما بخون. اینا کتابای فوق العاده منفی هستن و اصلا نگاه میکنم هر اصلا من یک دید مثبت از صادق هدایت در مورد یک مادر، در مورد یک زن ندیدم. همیشه اصلا زنها رو چیکار میکنه؟ با لقب خطاب میکنه که حتی من قادر به گفتنش نیستم. شما یا زنها تو نظر صادق هدایت یا فلان هستن یا فلان هستن.
به خاطر اون درد خیلی عجیبی که خودش داشته از اون جدا شدنش که موجب سویساید اولش تو سن 26 سالگی شده تو فرانسه، مثلا زنها رو خطاب با کلمات و صفات خیلی بد میکنه تو کتاباش. و من توصیه میکنم که در مورد این قضیه که با چه صفاتی خانمها رو خطاب میده بیشتر چه کار بکنین، بیشتر نگاه بکنین ببینیم چطور داره چه کار میکنه، اینجوری داره برخورد میکنه. من فکر میکنم که شاید خیلی از کتاب ها مثل داشوکل واقعا کتاب خیلی کارهای مثبت کرده، مثلا داشوکل واقعا یه اثر کاملا مثبت، کارهای مثبت بوده، ولی در این حال کارهای فوق العاده منفی که میتونه واقعا افکار، من میگم پویزنس، افکار سمی رو تو خوننده بذاره. یعنی من خودم وقتی که تاریک خانه، من حالا تجربه من با تجربه شما کاملا فرق میکنه، مادر من ادبیات کار میکنه و مادر من وقتی من تینیجر بودم مصادره هدایت بوفکورش رو داشتیم تو خونه و من میگفتم این چه اسم قشنگی داره، من میخوام اینو بخونم. خب بردار بخون، ولی حالا بخون ببین چجوری. من 3 صفحهشو خوندم، گفتم نمیتونم اینو بخونم دیگه، این واقعا خیلی ناراحت کننده است. گفتش خیلی خوب نخون. یعنی اصلا نتونستم هیچ کتابی از صادق هدایت رو بعد از اون تجربه‌ام بخونم تا الان که روانپزشک شدم و الان به یک دید آنالیتیک نگاه میکنم به کتاباش. و خیلی خیلی میتونه افکار منفی، من الان که الان نزدیک 2-3 هفته هستش، 3-4 هفته است که فوق‌العاده دارم در مورد صادق هدایت کار میکنم، کتابا رو میخونم، الان نگاه میکنم میبینم اون افکار منفی تو ذهن من اصلا شکل گرفته. یعنی احساس میکنم که واقعا چی هستش اون افکار سمی، اصلا بخشی از زندگی من داره میشه. و من میخوام این داستان صادق هدایت ما، این سریای صادق هدایت ما تموم بشه، من یه ذره برگردم به خودم حتی. در این حد شده که اینقدر من خودم تأثیر گرفتم واقعا. اجازه بدین خانم دکتر موسوی صحبت کنم، بعد جناب پیمان. سلام بر همه دوستان، خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. خیلی استفاده کردم از تمام صحبت ها و البته فکر کنم شاید دیدگاه من، چون من اصلا در زمینه روانپزشکی هیچ تجربه‌ای ندارم و فقط خیلی علاقه دارم و کار من بیشتر در زمینه ادبیات هست و نقاشی میکنم و برای همین خیلی جالب نظریات شما دوستان و تحلیل هایی که کردین. من فکر کنم یه مقدار شاید به خاطر اینکه از آزاد سنی هم با دکتر تعالی، دکتر معین شاید همسن هستیم با شیما جون، شاید خیلی بیشتر میتونم این رو درک بکنم و نظری رو که شیما میده در رابطه با تاریکی، به خاطر اینکه ما خیلی همیشه بهمون وارنینگ داده میشد که این کار نباید خونده بشه و تاثیر منفی داره توی روحیتون و همونطور که خانم دکتر فرنودی هم فرمودن کتاب از ما قایم میشد و شاید چیز خوبی نبود خوندنش. و خود من هم به همین دلیل خیلی اتفاقا کنجکاو شدم و خوندم. و در مورد تاریکی که شما میگین، شاید من این رو میبینم تاریکی رو، ولی فکر میکنم این تاریکی شاید بیشتر از اینکه لزوما پروجکشن خود به اصطلاح صادق هدایت باشه، پروجکشن جامعه و سوسایتی هست، پروجکشن اون خانواده‌ای که به اصطلاح اگر اسمش سوسایتی باشه و داشته توش زندگی میکرده و اون چیزی رو که میبینه در واقع مثل یک گزارشگر، همونجور که شیما جون گفت، خیلی به صورت رئال، خیلی واقعی داره اون چیزی رو که میبینه گزارش میده. و خب البته اینا داستانن و من رو خیلی به این فکر فرو میبره، چون به خصوص در زمینه مولانا تحقیق میکنم و علاقه دارم. مولانا هم در زمان خودش شاید 800 سال پیش میاد و در واقع شرح حال ما رو در صورت داستان‌ها و اشعاری که میگه در ولی در واقع داره حقیقت زندگی ماها رو نشون میده و خیلی از اشعارش در واقع داستان زندگی روزمره ماست. و میبینیم که خیلی جالب، او هم بعضی وقتا بهش این لیبل زده میشه که این چه داستانیه که تو ساختی، چرا اصلا اون کنیزک باید کشته میشد، اصلا چرا اون زرگر باید کشته میشد، چرا این اتفاقات باید میافتاد، خیلی از داستانای دیگه‌اش خیلی زیر سوال قرار میگیره. و برای خود من خیلی جالبه که همونطور که باز خانم دکتر فرنودی گفتن، چطور انسان‌ها با توجه به اون پرسپکتیو خودشون و داشته‌های خودشون و اون روان و روح خودشون، هر داستانی رو که باهاش مواجه میشن،
همونطوری تحلیل و بررسی شاید به نظر من این کنم. و این البته خیلی شاید همون زمان بعد از انقلاب هم وقتی که اون تاریکی دیده شده و اون همه افسردگی با اون همه قتل و کشت و کشتار و اون همه ناراحتی که در جامعه بوده، شاید بوفکور خیلی یا داستانهای دیگه او خیلی ملوتر از اون چیزی که واقعا اون جامعه تاریک درگیرش بوده نشون داده شده به نظر من. و باز سوال دیگه که برای من هست خیلی جالبه، وقتی مثال ونگوگ رو میزنیم، ونگوگ شاید از لحاظ روانی به هر حال دچار مشکل بوده و ولی رنگ‌ها و کارهایی که خلق میکنه پر از هیجان و پر از شور و پر از شادی و امیده و همون هست که مردم اون رو تعیین میکنن به عنوان یه کاری که دوست داشتنی و ماندگار. خیلی وقتا ادبیات رو، آثار هنری رو بیشتر از اینکه نقادان بیان معروف بکنن یا بشناسونن به مردمی، خود مردمن که انتخاب میکنن که هنرمند مردمی کیه، هنرمند خوب کیه، هنر رو مردم باهاش ارتباط برقرار میکنن. داستانهای بوفکور رو هر چقدر هم که ما بخوایم داستانهای صادق هدایت رو از پنجره بندازیم بیرون، باز از یه جای دیگه میان تو، به خاطر اینکه اینها با مردم رابطه برقرار کردن و بخشی از زبان مردم ما هستن، زبان فرهنگ مردم ما رو در واقع اون فقط اومده انگار که نقل قول کرده. و به هر حال من خودم به شخصا نمیشناختمش و نمیدونم که چقدر از عقاید شخصیش رو در این داستان ها مطرح کرده، ولی به عنوان کسی که مینویسم میدونم که خیلی وقتا چیزهایی که مینویسم اتفاقا برخلاف اون چیزی که حس میکنم. چرا؟ چون دوست دارم نگاه خارج از خودم رو هم ببینم و یا حتی پروژکت کنم، یا حتی وقتی خودم رو بعضی وقتا نقد میکنم که چرا من با این دیدگاه پاپولار به اصطلاح مشکل دارم، بذار در موردش بیام صحبت کنم و اینو یه جوری توی داستانم رفلکت کنم. و برای من خیلی جالب تمام این بحثایی که شد و اینکه چرا در نهایت بعضی از هنرمندان، این سوال اصلی خود من هست که اگر کسی از دوستان بتونن کمک من کنن خوشحال میشم، که چطور میشه بعضی از هنرمندها که همونطور که شما گفتین استثنایی هستن، حالا یا نابغه هستن یا مشکل روانی دارن، حالا هر محدودهی که بخوایم اسمش رو بذاریم، ولی میدونیم که خاص هستن، حالا تا اینجا من میتونم اینطوری بگم، چطور میشه که بعضی از اونها پروداکت فکریشون و پروداکت کاریشون حتی برخلاف افسردگی و دپرشنی که دارن پر از امید و پر از شور زندگیه و به اصطلاح شاید بیشتر هوپ رو پروجکت بکنه و مال بعضی رو بیشتر واقعیت رو پروجکت میکنه یا تلخی و تاریکی رو پروجکت میکنه. برای خود من این سوال بود که چه چیزی واقعا باعث میشه که این اتفاق بیفته و چه چیزی باعث میشه که خیلی وقتا با وجود اینکه همزمان با یک کار تلخ، کارهای شیرین، کارهای شاد بیرون بودن، چطور باز مردم این همه جذب یک چنین کاری میشن، یک کار واقع گرایانه، یک کاری که میتونن واقعا باش اسوسییت بکنن و خودشون رو با صادق هدایت همدرد ببینن. خیلی ممنون از همگی. خیلی متشکرم. خانم دکتر امانتکار سوالی از استاد داشتن که میخواستن پاسخ بدن. آقای دکتر شبا هر وقت فرصت شد بفرمایید. آقای حتما بعد از خانم دکتر علی خانم سلام بفرمایید. آقای دکتر شفا، دکتر معانی الان به من زنگ زدن میخوان یه صحبتی بکنن بعد از ایشون، منتها چون اینجا شما علامت دست بلند کردن ندارید نمیدونستن چیکار کنن، پس لطفا بعد از ایشون اجازه بدید آقای دکتر معانی صحبت کنن. حتما جناب استاد بفرمایید. عرض شود حضورتون که بسیار ممنونم از همه سخنانی که شنیدیم و اظهار نظر احساساتی که اشخاص کردن. یک نتیجه کلی هست و اساسی و اون این که این بحث راجع به کتاب وقتی بحث میکنیم، نتیجه نهایی کتاب های صادق هدایت یک اثر منفی است که همه به اون اعتراف دارن و اثراتش روی و تلفاتی که داده. حالا ما میخواییم به بحث علمی بکنیم این قضیه. من از آقایون، از شما، از همه خواهش میکنم، قرار ما هم با آقای دکتر شمی این بود که این کتاب تمام نظریات خارجی و داخلی و پزشک و شورای پزشکی دانشگاه و همه در این کتاب هست. من نظر
شما رو تایید میکنم، تشویق میکنم، علاقمندم بشنوم نظر همه رو، ولی بایستی بر یک اساس جامع کارشناسی باشه. این کتاب تمام نظریات کارشناسان ادبی و فرهنگی رو جمع آوری کرده هست تو این کتاب. نظر شورای پزشکی دانشگاه هست، شورای پزشکای بی صلاحیت، نویسنده ها، نویسنده هایی که حائز اهمیت هست از نظر جامعه. یه نکته اساسی هم هست، ما میگیم در جامعه آرایی که وجود داره تخریبی بوده برای جوان. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم صحیحه نیست، بایستی علمی بررسی کنیم این کار رو. این کتاب قرار ما بر این بود که مطالعه بشه، روی این نتایجی که از این کتاب گرفته میشه انتقادی، بررسی، تاییدی، تشویقی، هر چی هست تو این کتاب میتونه جوابگو باشه و نتیجه بگیریم. خواهشم این هست که اگر سطحی هر کسی حواسش حرف زدن داره مثل بنده، خب حرفش میزنه هی طولانی و اون خواب دید و اون فلان و این ور و اون ور. من نظر شورای پزشکی رو اینجا آوردم، 18 تا پزشک نظر دادن. اگه شما نظر اونا رو قبول ندارین، نظر آقای دکتر شمیر هم قبول ندارین، اونای دیگه همه پزشکا رو قبول ندارین، اون یه وقت دیگه. اگه قبول دارین این مسئله جداست، بعد مسئله ادبیات و فرهنگش که زی سال تمام کسانی که اهل ادب و فرهنگ بودن از ده خدا بگیریم بیایم پایین. تمام نظرها، نظر خارجی ها، نظر کامیساروف منتقد جهانی، نزدیک نظر تمام منتقدین فرانسوی که نظر دادن، اون چه نظر دادن توی کتاب هست. اگر میخواییم نظر افراد زی صلاحیت رو بشنویم تو این کتاب، اگه نظر اشخاص رو که خوندن خوشش اومده، البته اونا قابل احترامه، اون یه وقت دیگه هست. بسیار متشکرم. آقای دکتر معانی رو سلام بفرمایید. دکتر معانی شما خودتون باید آمیوت بکنید. بفرم چطور میتونم بیام روی سطحی؟ الان همه چیز هست، صحبت کنیم ما میشونیم صداتون. بسیار خوب، بسیار. خیلی تشکر میکنم تو این قوقای کووید 19 و این سنس و سوشال دیپرویشن. ما یه سعادتی رو داریم که با دوستان و همکاران رو ببینیم و بتونیم تبادل نظر بکنیم و راجب مسئله بسیار مهمی که داریم صحبت میکنیم. من میخواستم اشاره بکنم که یه مقدار زیادی لیترچر راجب کریتیویتی و مدنس وجود داره در سایکایتری که خیلی ریلیونت هست به این مسائلی که داریم صحبت میکنیم و یک مقدار زیاد مطالعاتی شده نشون میده که جین‌های بایپولار به خصوص و جین‌های اسکیزوفرنیا خیلی نزدیک اون اصطلاح فانکشن کاگنیتیو فانکشن برین هست، که شک نیست که بسیاری از بیماری‌های روانی اصطلاح کولوکالایز هستن با کاگنیتیو فانکشن اموشنال ریاکتیویتی. صحبت اینه که آیا اگر ما این بیماره ها رو درمان بکنیم به کریتیویتی صدمه میزنه و این کریتیویتی رو از بین میبره، یا اینکه میشه این کریتیویتی رو حفظ کرد و در این حال بیمار رو معالجه کرد. این سوال بسیار بسیار مشکلیه، یعنی واقعا این لیترچر هنوز نتونسته به طور کامل بیاد. و اشاره شد که خانم دکتر فوزی فرمودن به دوستشون که بیماریش درمان کرده بودن اون کریتیویتیشو از دست داده و فکرش دیگه اونجوری کار نمیکنه. دکتر امانت کار میگه که درمان کردن اینها به بسیار بسیار کار با صلاحیتیه و به سراب کریتیویتی رو از بین نمیبره. یک مسئله دیگه که میشه اشاره کرد راجع به صادق هدایت،
not necessarily everyone who is creative و نویسنده خیلی بزرگی هست و یه شاهکار ایجاد میکنه بیماری روانی داره. بسیار هستن که آدمای متعادل عامی هستن، یعنی از نظر روانی، ولی آدمای فوق العاده کریتیو و پروداکتیو هستن. بنابراین فوق العاده مشکل یک کانکلوژن کرد که تمام کسایی که کریتیو هستند بیماری روانی دارن. مثلا این مسئله است که باید با فوق العاده محتاط بود صحبت کردن راجبش. ولی من با دکتر امانتکار موافق هستم که درمان مناسب این افراد به خصوص در اینکه آدم هایی هستن فوق العاده سنسیتیف هستن به اثر انتی‌سایکوتیک ها و استفاده از دوزای بسیار بسیار پایین این داروها برای این افراد در اینکه فوق العاده حساسیت زیاد دارن و یا استفاده از لیتیوم، حتی لیتیوم که از همه کم اثرتره، باز یه مقدار زیادی لیتیوم هست که روی کاگنیتیو فانکشن اثر میکنه. لذا در نظر گرفتن تمام اسپکت ها مهمه که قضاوت کردن راجع به یک مثلا شرایط کسی که بیمار روانی داره و کریتیو هستن what to do with that. خیلی متشکرم. لطفاً اگه که میخواین صحبت بکنین دستتون بلند کنین، من خیلی خوشحال میشم که دکتر نفیسی خیلی وقت دستش بود. بس خوب دکتر نفیسی بفرمایید. بعد آقای دکتر جلیلی، بعد از دکتر نفیسی دکتر جلیلی لطفاً. اجازه بدین من ابتدا از جناب آقای دوستنگ پیمان تشکر کنم. من کتاب شما رو خوندم و اون قسمتی که بیش از همه من تحت تاثیر قرار داد اون بخشی از کتابه که جملاتی رو که صادق هدایت تکرار می‌کرده تو کتاب‌های مختلف این وربیتوم تمام اونا رو نوشته بودن و بعداً یه جوری اونو تجزیه تحلیل کرده بودن. اینقدر من تحت تاثیر قرار داد که من فکر میکنم خیلی خوبه که حدود 2-3 صفحه بیشتر نیست، اگر وقت پیدا بشه ما اونا رو بخونیم، هر جمله‌ای که تکرار شده. این تکرار مکررات به ما کمک میکنه ببینیم تو آنکانشس ایشون چه خبر بوده. من خودم شخصا اگر یک کسی بیش از 3 بار توی یه جلسه یک چیزی رو هی تکرار بکنه، آنتنم میره بالا و میخوام اکسپلور کنم ببینم چیه اونجاست. در نتیجه من پیشنهاد میکنم اگر علاقه من باشید این 2-3 صفحه رو ما اون جملات تکراری صادق هدایت رو که توش خیلی مرگ و میر توش هست، خیلی پسیمیزم و بدبینی هست، خیلی توهین هست، خیلی ویشس ریج هست، خشم رزلانه ای توش هست و افسردگی، اینا رو ما بهش نگاه کنیم اگه وقت بود، هر موقع که وقت هست، و بعداً ببینیم که دیفنس مکانیزم هایی که مکانیزم های دفاعی که ایشون به کار می بردن چی بوده. اون به ما کمک میکنه که برسیم به کور و به هسته مرکزی و انجین سایکوپاتولوژی ایشون. به نظر میرسه برمیگرده به disruption of affectional binding. دکتر امانتکار داشتن میگفتن که نسبت به زنها ایشون چقدر پرخاشگر و با یه دید خیلی رزلانهی به خانمها نگاه میکرده و خودکشی اولش هم بعد از ترد شدن با گرفرندش به پاریس صورت گرفت که خودش انداخت و رودخونه. ولی حالا میخوایم ببینیم اولین کسی که اولین زنی که ایش رو ترد کرد کی بود، که از اون به بعد این دامینو افکت شروع شد و یکی بعد از دیگری این احساس درش وجود آوردن. من پیشنهادم اینه که اون 2-3 صفحه خیلی به ما کمک میکنه. یه چیز دیگه که از آقای پیمان میخوام تشکر کنم این که
وربیتوم های اساتید و نویسندگانی که با ایشون بودن توی کتاب نقل کردن. و من اگه خاطرتون باشه خدمت شما عرض کردم که من یه خاطره دارم از بچگی که استاد سعید نفیسی خونه ما بود، به پدرم میگفت که این صادق هدایت نویسنده خوبیه ولی خیلی کله شق و یکننده و افسرده است. و من حالا یه خط رو میخوام از اون چیزی که ایشون نقل قول کردن از استاد سعید نفیسی خدمتتون بخونم. ایشون میگه استاد سعید نفیسی میگه که صادق هدایت مانند اکثر نویسندگان آزرده این سرزمین از دنیا سیر بود. ببینید داره تأکید میکنه مثل اکثر نویسندگان این سرزمین. پس ببینید این مرد اون موقع آگاه بود که نویسندگان این سرزمین در اون زمان اغلبشون افسردگی داشتن، اغلبشون بدبینی داشتن. و اون خیلی کنجکاو بود که یه همچین مردی که اونقدر قلمش قویه و میتونه بنویسه چطور شد که راجع به دلیل خودکشیش هیچی نگفت. و این برای ما خیلی مهمه که ببینیم آیا امکان داره که یه نوتی گذاشته بوده، چون برای اولین خودکشیش یه نوت گذاشت ولی برای این خودکشی هیچ نوتی ما نداریم که چی نوشته و چه کار کرده. و اما اون چیزی که آقای دکتر ایرج ماهانی دوست عزیز من فرمودن، من میخواستم دنباله اون دو سه کلمه خدمتتون عرض کنم. من اون چیزی که از دکتر دوندو یاد گرفتم این که در بعضی موارد متاسفانه این دواهای آنتای سایکاتیک درسته که به علائم بیماری کمک میکنه ولی ایز کمیکال لوباتومی، یه لوباتومی شیمیاییه، در نتیجه قطع میکنه رابطه احساسی رو، یعنی ارتباط با امیگدالا رو قطع میکنه این آنتای سایکاتیکا. حالا آن سوال جلوی ما اینه که آیا میشه خلاقیت و هنر رو ما نجات بدیم و سیف بکنیم ولی علائم بیماری رو درمان کنیم؟ به نظر من این امکان پذیره. در بسیاری از موارد ما تجربه کردن اون احساساتی که اون زیر خوابیده، موقعی که اون احساسات اکسپیرینس بشه و تجربه بشه، اون خود صادق هدایت آگاه نبود از این vicious primitive murderous rage که داره که میخواد تیکه تیکه رو قطع قطع کنه. پروژکشنش رو ما دیدیم موقعی که قطع قطع کرد اون دختر رو، ولی خودش از اینکه این rage رو experience بکنه آگاه نبوده، برای همین depression به وجود اومد. در نتیجه اگر بشه ما این افراد دسترسی پیدا کنیم، unconscious رو unlocked بکنیم و این احساسات رو بیاریم به سطح اکسپیرینس acting out، اکسپیرینس بشه دیپریشن از بین میره، انزایتی از بین میره و دیگه نیازی به سلف وجود نخواهد داشت. چون ایشون میدونیم که با خودش و با مشروب و تریاک سلف مدیکیت میکرد، یعنی یه آنتای دیپریشن انزایتی داشت استفاده میکرد، گفتیم الکول بود. در نتیجه هم آگاه بود از سایکوپاتال، هم آگاه بود از سیمتومار، هم این که راه دیگه ای نداشت، تنها راهی که پیدا کرده بود تریاکش بود، واسه همین هم اینقدر تبلیغ میکرد رضو به تریاکش. یه قسمت دیگه ای که من میخواستم زیرش تأکید بکنم اون چیزی بود که خانم دکتر هورا یاوری دفعه پیش، جلسه پیش از ما سوال کردن ولی ما هیچ کدوممون جواب ندادیم. ایشون خیلی سوال جالبی فرمودن، گفتن ما میخوایم ببینیم چرا دی مثل ما دور هم جمع شدن و
و دارن راجع به صادق هدایت صحبت میکنن و چرا راجع به سایرین صحبت میکنن. ولی متاسفانه خانم یاوری من وقت نشد که جواب سوال شما رو بدم، اگه اجازه بدید الان جواب بدم. اولین چیزی که ما رو دور هم جمع کرده چند تا عامله. اولش این که همزادگاهی، همه تو کشور عزیز ایران به دنیا آمدیم، همزمان، زبانمون فارسی، هم فرهنگ هم هستیم، شاید هم دین هم در مواردی باشیم، ولی این چیزی که رول مهمی رو بازی میکنه دو تا عامل الان، یکی این که ما قسمت نورت آمریکا یا آمریکا داریم زندگی میکنیم، محل زندگیمونه، یکی تخصصمونه که باعث شده مدارک میشم شد. هم تخصصی. حالا خیلی خوبه که ما به جای اینکه این نورافکن رو بندازیم رو صادق هدایت و با ذره بین سعی کنیم بکنیم این نورافکن رو 180 درجه دور بزنیم، یوترن بکنه، بذاریم رو خودمون، ببینیم اصلا ما چرا علاقه من شدیم. به صادق هدایت گوش کنیم. چیه راجع به صادق هدایت که باعث شده ما این همه وقت و انرژی رو از بقیه هم کمک طلب کنیم که بفهمیم چه خبر بوده در درون این مرد. اولیش کنجکاوی و تخصصمونه که میخواییم ببینیم در درون این مرد چی میگذشته و موضوع خودکشیش. من 100% موافقم با این موضوع که اگر ونگو گوشش رو نمیبرید و بزنیمکش شاید انقدر معروف نمیشد، اگر صادق هدایت هم خودکشی نمیکرد انقدر سر و صدا رو نمیداخت و جنجالی رو به وجود نمیآورد. تمام کسانی رو که ما میگیم به علت خوندن کتاب‌های اون حتی تشبیه شده بود به بمب اتمی، اثرش انقدر مخربه، ما باید نورافکن رو روی خواننده هم بذاریم، ببینیم اون خواننده ای که این کتاب ها علاقه من میشه درونش چی میگذره، اون خواننده ای که شروع میکنه تحت تاثیر این جملات و کتاب قرار میگیره به حد خودکشی توش چه خبر بوده. 100% یک موضوعی که توی همه‌شون بوده این حالت تلقین پذیری بود، یعنی اون چیزی رو که خوندن went through، یعنی باندری وجود نداشت، penetrated in، و در نتیجه صادق هدایت تونست پروجکت کنه احساسات خودشو و اینستال بکنه توی این افراد و بعدن از اون به بعد اون سازمان مخرب در درون ایشون جایگزین شد، همینجوری که توی تلفن‌های ما میتونن اینستال بکنن و باگ بذارن و وایروس بذارن، این ویروس هایی بوده که از طرف ایشون توی روان نهده‌ها جایگزین شد و بعدن شروع کرد ازیاد کردن و نتیجهش خودکشی و افسردگی بود. خیلی جالبه شما فرمودید حمید خان که ما اول که خوندید اینو کتابو بعد آنچنان احساس دردناک و منفی در شما ایجاد کرد که شما گذاشتین کنار و تا الان اینو باز نکردید. و این خیلی مهمه که آدم سوال کنه که چرا صحبت یکی دیگه باید در ما یه همچین احساس دردناک ایجاد بکنه و چرا بعداً دوباره برگردیم و ببینیم اون تو چه خبره که رشد روانی و رشد عاطفی ما رو نشون میده که اون چیزی که ازش ترسیدیم حالا برگشتیم باش روبرو شدیم. در هر صورت متاسفانه در میان هنرمندان و نویسندگان همونجور که استاد سعید نفیسی گفت توی نوشتهش
یه پاندمیک افسردگی بوده. درستی که همونجور که آقای دکتر مانی گفتن هر هنرمندی، هر نویسنده خوبی افسرده نیست یا تشخیص سایکایتری نمیشه روش گذاشت، ولی این هم ما باید قبول بکنیم که اکثریت افرادی که بسیار موفق میشن خصوصا با تیپ ابسشنی که صادق هدایت داشت، و وقتی میخونید میبینید که لغات همینجور تکرار میشه، وسواس پیدا میکنه با مرگ، با مردن، با سکس، با یه چیزایی که همینجوری پشت سر هم داره اونطور. و ایشون intrusive thought داشته، خودش هم میگه تو نوشتاش، میگه اینا میاد تو مغز من هیچ کنترلی رو این افکار ندارم. در نتیجه intrusive thought بوده، علائم ابسسیو بوده، افسردگی بوده، چقدر اعتیاد روی بعضی علائمش بوده اینا همه مهمه. ابسسیونش با حس بویایی، اصلا من در عجب بودم که این همه بو تو دنیا وجود داره که من نمیدونستم، ولی ایشون دونه به دونه همه بوها رو including بوی مرده، بوی پسر بچه‌ای که بالغ شده، خودشه، نه همه پروژکشن های خودشه. و اگه خاطرتون باشه اولین بار که ما راجع به ایشون صحبت کردیم من گفتم که من یه تشخیص DSM-3 از ایشون دارم و اون lost soul، روان گم شده. خوندن این کتاب شما کانوینس کرد منو ایشون یک روح گم شده بوده، در به در عقب یه چیزی میگشته، یه ولیدیتی به زندگیش بده، و متاسفانه پیدا نکرد و گم شده جان از دست داد. من مثل اینکه خیلی حرف زدم، در هر صورت اگه سوالی باشه من در خدمتتون. خیلی ممنون. جناب دکتر جلیلی بفرمایید. خسته نباشید جناب دکتر شفاف. من در حیرت خوندم که چطور شد که من تو ایران زندگی میکنم. خیلی عظیم کسانی که میشناسم که علی رغم محدود بودن چاپ و انتشار کتاب‌های هدایت ناشی از سانسور و سلیقه های شخصی باز هم کتاب‌های هدایت پیدا کردن خوندن. اگر این قدیم بمب مخرب بوده چرا اینا زندن فعالن و به کارهای بزرگ مشغولن؟ لازم این صحبت کردن راجبه اون چیزایی که بگیم بیشترین و کمترین. وقتی بگیم بیشترین و کمترین صحبت میکنیم باز از آمار صحبت کنیم، باز مشخص بشه برای که در دهه 30، در دهه 40، در دهه 50، در این دهه چند نفر خودکشی کردن، چند نفرشون اسم هدایت شنیده بودن، چند نفرشون آثار هدایت خونده بودن، چند نفرشون بینوایانی ویکتور هوگو رو خونده بودن. بعد میتونیم با هم مقایسه کنیم. اگر کسی که افسرده بوده و همجور که اشاره کردن جناب ویکتور شفا گرایشی داشته که کتاب هدایت بخونه بعدم خودکشی بکنه، آیا این مسئله رو باید تأمین داد به این که کتاب هدایت باعث خودکشی میشه؟ تصور من بر اینه که اون جلسه پیش هم استدعا کردم، خواهش کردم که هر جلسه ما دو تا سخنران داشته باشه با دو دیدگاه مختلف، در وقت محدود برای کسانی که میخوان کامنت بدن و در آخر کار نتیجه گیریم. لازمه بحث راجبه مسائل مهمی از این چنین. اول اینه که ما فهم درستی از ادبیات داشته باشیم، سبک‌های ادبی رو بشناسیم، بعد تاریخ رو بشناسیم، تاریخ ایران رو بشناسیم، فرهنگ گذشته ایران رو بشناسیم، اون چیزایی که بر سر آمد
ایران آمد داشته بدونیم و بعد فهم درستی از روانپزشکی و روانشناسی داشته باشیم و برای تفسیر و تعبیر روانی یک اثر به یک دیدگاه روانشناسی و به یک تئوری روانشناسی بسنده نکنیم، همه رو در نظر بگیریم. و باز هم اشاره میکنم که همونطور که خانم دکتر یاوری در جلسه گذشته فرمودن، در اینجا لازم است که ما با نویسنده همراه بشیم و به روان به شکافتن اسرار کتاب بوفکور در زمینه فرهنگ ایران و تاریخ ایران صحبت بکنیم. این صحبت ها که بیشترین چنین است، بیشترین چنان نیست، اغلب دانشمندان چنین نظر دادن و اغلب روانپزشکان چنین گفتن، اینا در مقابل واقعیت هایی که وجود داره خیلی ارزش چندانی نداره. اگر که نامه هایی که هدایت به شهید نورانی نوشته نوشته در اون روزهای آخر بخونیم و اون چی که در کتاب دیگری که دوست نزدیکش نوشته فرزانه روزهای آخر زندگی هدایت را به صحبتهایی که میکرد توجه بکنیم، میبینیم که هدایت در اون سال امروز ما را دیده بوده. اون چیزی که هدایت را در اون زمان افسرده میکرد این بلاییست که الان بر سر ما اومده. من نفهمیدم از این همه افکار سمی و افکار منفی این صحبتهایی که شد شاهدش چی هست و کدام درک درستی ما را از خوندن آثار درخشان هدایت به اینجا هدایت میکنه که بگیم افکار سمی و بمب اتم، بمب فلان. عرض کردم باید برای تعبیر و تفسیر این قبیل کارهای دشوار یه مقدماتی داشت. غیر از روانپزشک در زنده بودن شخص کسی قادر نیست که تشخیص روانپزشکی برای کسی بگذاره. ما روانپزشکا به خوبی میدونیم که برای تشخیص کسانی که روبروی ما نشستند اغلب دچار اشکال میشیم. حالا بر مبنای چند تا جمله و چند تا نوشته من غیر روانپزشک بیام بگم که این شخص اسکیزوفرنی داشته یا افسردگی داشته یا هر چیز دیگری، معلوم میشه که هم روانپزشکی و روانشناسی رو نمیدونیم و هم معانی اون کلماتی که به کار بردیم. کار را باید به کاردان سپرد و از اشتراف و پیش داوری این که آدم در مورد یک مسئله تصمیم بگیره و بعد بیاد به این مسئله صحبت بکنه مسئله عجیب غریبیه. من سوال دارم از بیش از این مطلبی ندارم. بفرمایید دکتر امرت کاسته، شما قاطی شد. من از دکتر جلیلی یه سوال دارم، میخوام سوال کنم که دکتر جلیلی چه کتابای از صادق هدایت رو خوندن خودش؟ اجازه بدید بحث رو بذاریم مثل بعد، به خاطر اینکه ما باید طبق برنامه که داشتیم 10 دقیقه دیگه رو قطع کنیم. حالا نمیدونم اگه میخوای ادامه بدیم، من در خدمت همه هستم، من اینجا هستم، ادامه هم میدیم. شد یه بحثی که اول کردیم این که من فکر میکنم که ما داریم به یه جایی میرسیم که این بحث رو باید خیلی دقیقتر عمیقتر ادامه داد و استاد پیمان هم گفته بودن که کتاب من رو بخونی. جلسه نهایی که ما داشتیم یک شنبه 20 که دکتر قائمی میان راجع به دیاگنوستیک صحبت میکنه، ولی ما یه بحثی داریم میکنیم، بحث بین تارموی بین نبوغ و شاید جنون، و داریم بحث میکنیم که از نظر یک استفاده کننده یا مصرف کننده هنر ما چجوری به صادق هدایت نگاه میکنیم و استاد پیمان به عنوان یه هنرمند به عنوان فنی ازشون انتقاد میکنن. این بحث هستش. من بذرت میخوام که اینطور جای کردم فقط به خاطر اینکه من وظیفه دارم از نظر تایمینگ تایم رو چیز بکنم این رو بردم. من میدونم که استاد پیمان میخوان صحبت کنن، جناب ارشیاد تقوا هم میخوان صحبت کنن و
الان شما هم که دکتر جلیلی سوال کردید. میدونم حالا من فکر میکنم که سوال خود از 35 کتابش وجود داره، 5 و 6 کتابش قبل از فوتش متاسفانه از بین برد و وقتی کتاب در وقت صاحب نوشت 100 تا قضیه گذاشته بوده اونجا، اون قضیه ها رو آخر سر همه رو پاره میکنن و فقط 35ش رو چاپ میکنن تو کتاب در وقت صاحب. ایشون بسیار نویسنده پرولیفیکی بودن و ما هرچی که بخونیم کم خوندیم. اگه مثلا من کسی بزنیم آه چه کتابایی خوندی، جوابش این که خب من کتاب بیشترم خواهم خوند، شاید من این باشه. حالا دکتر جری بفرمی سوال جواب سوال بدی، ببخشی من زد بخوام. چند لحظه ارتباطم قطع بود، ممکنه بفرمید که چی رو باید عرض بکنم؟ سوال کردن که شما چه کتابایی از صادق هدایت خوندین؟ من فرقی نمی کنه که من چند تا کتاب از صادق خوندم. بله درست. در تقریبا تمه اون کتابایی که مثل توپ مرواری و این کتابایی که در ایران نبوده رو نخوندم. بله. یه آثارش رو خوندم و حالا اگر که در این مسئله سوال این است که صلاحیت من در مورد اظهار نظر در این مورد بسنجید، آدم خودم آدم به صاحب صلاحیتی نمیدونم. من میدونم که باید منصف باشدم از قابلیت های خودش وقتی اظهار نظر میکنه بشنست. من به عنوان یه مصرف کننده که هیچی از هنر سرم نمیشه، صادق هدایت رو اولین بار که با سنگ صبور شروع کرده بودم خوندم، بعد بوفکور خوندم. مال هدایت نیست سنگ صبور. بعد یه کتابی هست سنگ صبور از انگلیسی نوشتن به اسم صادق هدایت. من اون کتاب رو سالها پیش نگاه کردم، حالا نمیدم که چطور بوده، ولی به اسم سنگ مثل صادق چوبک، ولی اون انگلیسی ترجمه کرده بود صادق هدایت گوشته بود. در صورت من از اون موقع هر وقت که میخونم صادق هدایت چیزی، یه صادق هدایت جدیدی کشف میکنم که کتاباشو میخونم. ولی اجازه بدین که استاد پیمان صحبت بکنم لطفا، چون خیلی وقت منتظر بودم. استاد پیمان بفرمایید. روی سخنتون با استاد پیمان، بفرمایید. ممنونم که وقت به من دادین. ما سالهای سال این بحث رو ادامه بدیم به نتیجه نمیرسیم مگر اینکه بحثمون فنی باشه و وقت داریم تلف میکنیم. احساسات روی تشخیص یک علم، یک بیماری، یک فرهنگ کار هر کسی نیست. احساساتش قبول، قابل احترامه، ولی ما داریم یه بحث علمی فنی میخواییم اینجا انجام بدیم. تکلیف یک نویسنده رو رو اصول و قواعد تعیین کنیم. بنابراین هر کسی حق نداره اینجا مثل بنده اگه آگاه نیست حرف بزنه و وقت ما رو بگیره. کتاب بخونین نظری دارین بدین تا بتونیم برسیم. این کتاب تمام نظریات منتقدین خارجی جمع شده، تمام اعتقادات نویسندگان داخلی جمع شده، تمام آثار هدایت ریز بررسی شده، تمام خصوصیات روانیش رو شورای پزشک 48 دو پزشک نظر دادن. اگر کتاب رو خوندیم چیزی علاوه بر این و انتقادی بر این داریم، بیاییم بگیم تا قضیه صحیح بره جلو. هر کسی نظر شخصیش احترام، قابل احترامه، ولی وقتی یه عده‌ای که میخوان چیزی یاد بگیرن، چیزی بفهمن، نظر شخصی بنده، احساسات بنده کاری انجام نمیده. بسیار ممنونم که وقت به من دادید. یعنی با اشیا تقوی لطفا بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوان. خیلی خوشبختم که در این جمع فریخته حضور دارم برای اولین بار. من روان پزشکم از ایران و خوشبختم در منظرتون هستم. صدا نمیاد. صداتون رو لطفا بلندتر بکنید. لایی میشه صدا بنده رو دارید؟ صداتون خیلی کم. لایی میشه والیومش رو ببرین بالا. تا آخر بردم. بفهمید. بفهمید. ادامه بدید. بله معذرت میخوام. من صحبت‌های بزرگوارون گوش می‌کردم راجع به صادق هدایت. من یه خاطره اول برام زنده شد، خدا بیامرز شین پرتو، نویسنده بزرگواری که صادق هدایت رو سال 1114 با خودش برده بود هندوستان. به من داشت میگفتش که خدا بیامرز که یه سری کاغذ دست نوشته داشت اونجا، من یک چیزی براش جور کردم و تونست اونجا صادق هدایت
یک دستنوشته عجیب و غریبی داشت اونجا چاپش کرد که ارزش خوندن هم نداشت. این جمله من بهش گفتم اتفاقا نه، این که شما میگید بوفکور بوده، گفت این از نظر خودش و یا چند نفر دیگه با ارزش بود، وگرنه این کتاب به اندازه یک دهم لوتی که انترش مورد مال صادق چوبک ارزش نداشت. واقعیت اینه که خیلی ها در همین سالها توی ایران از جمله روانپزشکان و روانشناسان سعی کردن که اختلالاتی رو برای صادق هدایت مطرح کنن، از جمله این که گفتن توپ مرواری مجموعه از فلایت آف آیدیاز هستش، یعنی یه سری فلایت آف آیدیاز کنار هم قرار گرفته و این زبان اسلنگی که توش مشاهده میکنید به خاطر اینه که این کتاب یه جور یا آدم بایپولار، یا حتی اومده بودن مجموعه کتبی که این آدم چاپ کرده بود، مثلا گفتن تو یک سال 5 تا کتاب چاپ کرده بعد 2 سال چاپ نکرده، این با فراز و فرودهایی که در مینیا ما میبینیم همخانه، بنابراین بایپولار. من نمیدونم واقعا چقدر میشه اینو دنبال کرد و تا کجا میشه اینو رفت، اما من سوالم اینه که ما معمولا وقتی که یک صدف رو میبینیم با تمام اجزای اون، تو صدف رو نگاه نمیکنیم، اگه یه مروارید پیدا بکنیم دیگه تمام این فراز و فرودی که در صدف اتفاق افتاده رو ما دنبال نمیکنیم. بعضی ها میگفتن مرغی که تخم طلا میذاره بریم بگردیم شکمشو باز کنیم ببینیم که توش چی میشه، ولی واقعیت اینه که اون تخم طلایی که از این میاد بیرون ارزش داره، این که دقیقا چه فعل و انفعالاتی صورت میگیره و این کریتیویتی که وجود داره و این مرزی که بین کریتیویتی و نبوغ وجود داره و حالتهایی از بیماری، واقعا تا کنون مطالعات زیاد بهش نرسیده. به همین دلیل من در این تایم کوچایی که استاد فرمودن میخوام اینو بگم که هدایت با خودش چی کار کرد شاید از نظر من خیلی مهم نیست، اینکه با ما چی کار کرد به نظرم مهمه، و برخلاف اون چه که میگن هدایت میتواند برای دیگران آسیبزا باشه، من به نظرم میاد سرشار از روح امیده حتی توی بوفکور تلخش. یک داستان کوتاهی داره به اسم گرداب، حتما اساتید خوندن، اتفاقا از این تلختر نمیشه صحنه ای رو مجسم کرد، ولی میشه از توش همچی چیزی رو درست کرد. شما فیلم داش آکولی که بر اساس اقتباس از این داستان کوتاه هست رو به خاطر بیارید که آقای مسعودی کیمیایی ساخته، یک لحظه ای از فیلم هستش که توی اون گورستان آرمستان، اصلا اون میزانسن رو تصور کنید، فضای سرد و یخی که اونجا هست، اون چادرش که یه روبنده سفید داره، روبنده رو میزنه بالا و بوسوقی داره آبو میپاشه تو صورت مری آبیک. واقعا این برگرفته از همین داستان ظاهرا تلخه و یا داستانهای دیگه که تو این زمین است، اصلا ادامهشو که نگاه میکنی تلخ نیست، فقط ظاهر تلخی داره، سرشار از امیده. به همین دلیل هم از به نظرم میاد بعد از این همه سال هنوز صادق هدایت صادق هدایته و بقیه میان و میرن. من گمانم اینه که به عنوان روانپزشک بذاریم این گوهرهای ما، این صدفهای ما، فقط اون گوهرشون دیده بشه، مرواریدش دیده بشه، اینکه حالا این وسط چه اتفاقی افتاد، این رو به نظرم میاد این بیشتر آسیب میزنه به ما تا اینکه بگیم لطفا نرید اینو بخونید، لطفا اینو ندید. مگه مثلا داریوش گوش نمیکنن موقعی که مثلا بعضی اینا که تو ایران الان میبینیم افسرده حالن، مگه خیلی خواننده‌های دیگه هم گوش نمیکنن یا خیلی نویسنده‌های دیگه هم نمیخونن؟ ولی الزاما این که این نویسنده عاملی است میتواند اینجوری باشه، از نظر کاز اند افکت من به نظرم میاد که همچی چیزی نمیتونه وجود داشته باشه، مگر اینکه در واقع یک کار علمی خیلی ترایال اساسی روش انجام بشه. ببخشید سرتون گرم. خیلی از شما متشکرم. Any more comment؟ صحبت یه کسی هست که بخواد صفا. من فکر میکنم که الان صحبتی که داریم میکنیم فوق العاده تخصصی شده و فوق العاده به نظرم روان پزشکای ما و آدمایی که از ما خیلی پیش کسبت هستن دارن صحبت میکنن، و من فکر میکنم سر این قضیه باید کاملا ما چه کار بکنیم، یه جلسه کامل داشته باشیم که هر کسی بتونه نظر خودش رو شفاف بگه. این جلسه طولانی خواهد بود. من توصیه من اینه که برای جلسه بعدی ما کتاب زنده به گور صادق هدایت رو بخونیم در کنار کتاب تاریک خانه زنده به گور رو بخونیم، و بعد تو جلسه بعدی
بیشتر چی باشه؟ اینتراکشن باشه، یعنی اصلا فیلم نبینیم و به جای اینکه تایم جلسه رو میذاریم برای فیلم و آنالیز فیلم، چیکار بکنیم؟ تمام تمرکزمون رو بذاریم اینی که هر کدوم از اعضا و روانپزشکایی که شرکت میکنن بتونن کاملا نظر خودشون رو بگن. به چه هدفی آقای دکتر؟ به چه هدفی؟ هدف اون جلسه چه خواهد بود؟ ببینید دو تا چیز هست که ما نمیتونیم اصلا این دو تا رو چیکار بکنیم، منکر بشیم. یکی سویساید ساده بدایته. یعنی شما اگر که بیاین و یک نویسنده الان رو در حد صادق هدایت به عنوان روانپزشک ببینین، باید بتونین که چی کار بکنین، باید بتونین که چی کار بکنین، به طور مسلط بتونین اونو مدیریت بکنین که این قضیه به خودکشی ها یه مکرر کشیده نشه. یکی دوم هدف این هستش که به نظر من این قضیه که من فکر میکنم که من یه سوال کردم از آقای پیمان، اصلا من جوابم هم نشدم که چطور آقای پیمان فکر میکنن که خوندن کتابای صادق هدایت روی خودکشی هنرجوی ایشون تاثیر گذاشت. به نظر من ما باید اکسپلور بکنیم و آمار دقیق داشته باشیم چی شد که کتابهای صادق هدایت تو ایران زمان رضا شاه، زمان رژیم قبلی و زمان رژیم الان همه قدغن شده. استادای روانپزشکی دانشگاه تهران اومدن صحبت کردن در مورد محتوای روانی صادق هدایت و چی شد که الان کتابای صادق هدایت بین نسل جوان تو این زمان خیلی خیلی از نظر روانی تو ایران پایین، یعنی واقعا ایران واقعا دیپرسیف هستش از نظر شرایط اجتماعی، دوباره پاپولار شده و خیلی راحت تمام نسخه ها رو شما میتونید بزنید روی گوگل، مثلا بوف کور پی دی اف کتاب به شما میده. و چی شده که الان پاپولار شده صادق هدایت تو این شرایط فوق العاده دیپرسیو ایران؟ جواب آقای پیمان دارن برای سوال شما آقای دکتر امانتکار. بفرمایید. اگر وقت هست الان صحبت. بفرمایید. بسیار ممنونم از ایشون که سوال کردن از من. دکتر امانتکار رئیس انجمن سیپنا هستم. بسیار ممنون. سوال خوبی کردن. ولی من راجع به یه نفر حرف بزنم که خودکشی کرده یا راجع به همه اون جوانها که خودکشی کردن؟ 600 و خورده در دادگستری پرونده جوانها بود. دوست من مطرح نیست. این یک، شاگرد من مطرح نیست. دو، تمام این مطالب من چند بار باید بگم آقای شمی، تمام این مطالب تو این کتاب هست. ما وقتمون رو صرف احساساتی مطالب احساساتی نکنیم. اول این کتاب رو بخون، نظر تمام نویسندگانی که راجع به هدایت حرف زدن تو این کتاب هست، منتقدین ذی‌صلاحیت جهانی که راجع به هدایت حرف زدن تو این کتاب هست، راجع به بوفکور، تاریک خانه، سه قطره خون فلان، همه ریز دقیق مو به مو تو این کتاب بررسی شده توسط روانشناس ها، توسط منتقدین ادبی، توسط نویسندگان، تمام کسانی که ذی‌صلاح بودن در این کتاب هست. خواهش میکنم اول این کتاب رو بخونین، وقت خودتون و بنده و آقا ایشون و همه و همه رو روی یک تا استفاده کنیم. منظورتون این کتابی است که الان دست من هست؟ این کتاب به عنوان راجع به صادق هدایت صحیح و دانسته قضاوت کنیم، 20 جلد از این کتاب برای دوستان فرستاده شده، 10 جلدش به دستتون رسیده، 10 جلد دیگر هم در راه هست که هفته آینده به دستتون خواهد رسید. امیدوارم دوستان دیگری هم که علاقمند هستن درخواست بکنن از سیپنا با همون آدرس سیپنا یا به آدرس دکتر شفا یا دکتر امانتکار. من کوشش بکنم این تعدادی که استاد در اختیار ما گذاشتن و یا بیشتر احتیاج باشه از ایشون درخواست بکنم که به سیپنا هدیه بکنن و از طریق سیپنا شما دریافت بکنید. واقعا دانسته و با آگاهی قضاوت کردن بسیار راه خوشاست برای همه ما. ما واقعا صادق هدایت یا هنرمند دیگری رو یا نویسنده دیگری رو تایید
کردن یا نکردن مطرح نیست. مثلا آیا بیماری روانی میتونه با هنر توأم بشه یا نه؟ این دوتا معنات و جمع نیستن. اگر توأم بشن آیا مخربن یا اینکه سازنده است؟ اگر مخربه امروزه امکانهای درمانی رو باید به کار گرفت، راهنمایی کرد و در این حال اون هنرمند میتونه هنرش رو به صورت سازنده برای هدایت بشری ارائه بده و بتونه واقعا راهگشای مشکلات بشری باشه. اگر با این هدف ما این برنامه رو دنبال کنیم، نهایتا میتونیم یک برچسب زدایی بیماری‌های روانی رو در جامعه خودمون و همچنین جامعه‌ای که باش ارتباط داریم پیدا بکنیم، به وجود بیاریم، که این هدفی است از هدف‌های بزرگ روانپزشکی در سراسر جهان. من امیدوارم با این سخنانی که خیلی کوتاه و واقعا گویا شاید باشه بتونم دنبال بکنیم، ما بتونم یه هدفی رو به وجود بیارم برای دنبال کردن این کاری که شروع کردیم که بسیار میتونه سازنده و مفید باشه برای همه. نکته بعدی این که علاوه بر مسائل روانی، مطلب‌های ادبی رو میشناسیم تو این کتاب، ارزش ادبیات و نحوه بررسی آثار ادبی رو به وسیله افراد بی‌صلاحیت جهانی و داخلی، نویسندگان مقتدر رو، کیفیتش روانیشون رو، کیفیت فنیشون رو، کیفیت هنریشون رو، یک دنیا مطلب میتونیم از کتاب استفاده. اول کتاب رو بخونیم، آگاه باشیم که احساساتی هر کسی نیاد وقت بگیره و نظر احساسات خود، احساساتش محترمه، برای ما محترمه، برای همه محترمه، ولی وقت رو تلف نکنیم رو مسیر صحیح. اوکی، دکتر معتمد بفرمایید. بله، با سلام خدمت دوستان و اساتید بلندتر. با سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار، من روانپزشک اطفال هستم و در کالیفرنیا. آقای صداتون لطفا بلندتر باشه. مشکلی از کامپیوتر بفرمایید. بله، سلام کردم خدمت دوستان. فقط یه خواهشی داشتم و اونم این هستش که واقعا هدف از این جمع هستش که دوستان دور هم جمع بشن و خب خیلی مهم هستش که ما از همدیگه یاد بگیریم، ولی به نظر من دیگه مهمتر این هستش که یک ارتباطی باشه بین دوستان، مخصوصا حالا در ایران هم جمع ما بیرستن. فقط خواهشم این هستش که نظر همدیگه احترام بگذاریم و به خاطر اینکه واقعا هیچ مثلا نظر من کاملا درست هستش و نظر دیگران غلط هستش و استاد بیمان فرمودن که توسط جامعه پزشکی نوشته شده، خب خیلی خوب هستش، ما اون کتاب رو میکنیم شکلی در این که واقعا بشه گفتش که اثرات صاحب هدایت واقعا باعث خودکشی افراد میشه، من به عنوان یک روانپزشک و فوق تخصصم روانپزشک افراد هستش نمیتونم اینو قبول بکنم، به خاطر اینکه ما میدونیم که مسائل خودکشی که مسائل طبیعی هستش، مسائل هستش، بیولوژی هستش، سایکولوژی هستش، سوشال هستش، ما اینا رو که میدونیم، ولی تا یک دبل بلایند استادی انجام نشه که هیچ وقت امکانش هم نیست. ما بیاییم مثلا یک نفر رو گروه A قرار بدیم، 100 نفر گروه B و بعد این 100 نفر از تمام عوامل دیگه بایو سایکو سوشال شبیه هم باشن، فقط فرقشون این باشه که 100 گروه مثلا گروه الف کتاب دکتر مثلا صادق هدایت رو خونده باشن، گروه B نخونده باشن. بعد اگه یه همچه امکانی باشه اون موقع ما میتونیم بگیم که بله، و الا خب هر کسی، ما حتی خود ما الان مثلا من خودم با 10 سال دیگه فرق میکنم از الان مثلا نسبت به 10 سال پیش فرق کردم و بر اساس اون نیازهای عاطفی و فهم و شعور خودم، بر اساس اون پرسپشن خودم، بعضی وقتا علاقه دارم برم کتاب یک کسی رو بخونم، بعضی وقتا علاقه دارم برم کتاب کسی دیگه رو بخونم. بنابراین اگر افرادی هم خودکشی کردن بعد از صادق هدایت، زمینش رو داشتن و هیچ شکی نیستش که مطالعات انجام شده هنرمندان آمریکا هم 30%شون بایپولار دارن. بنابراین اینکه مثلا در مود مینیا باشن میتونن اثرات
هنریشون رو ارائه بدن و اگه در فاز افسردگی باشن میتونن اثرات دیگه ای داشته باشن. ولی فقط وقتی بیشتر نمیگیرم، خواهشم این بود که واقعا به نظر همدیگه احترام بگذاریم. خیلی ممنون. دکتر جلیلی بفرمایید. اول یه مقدار مطالبی که من میخواستم بگم، سخنران قبلی که متاسفانه اسمشون رو نشنیدم بیان فرمودن که وقتی من میخوام در مورد آمار صحبت کنیم، جامعه آماری تعریف‌های مشخصی داره، بیشترین و کمترین. من نمیدونم از کجا میشه بیاد، وقتی که ما آمار نداریم و یک بسوی باگه روش دو سرکور، ما ندیدیم آمار این که بگیم که چه کتابی چه اثری روی چه فنومنی داشته یا نداشته. من تصورم بر اینه که در مجامع علمی صحبتی که میشه بدون پیش‌داوری باید باشه، و وقتی میگیم مسئله آماری رو مطرح میکنیم باید در این مورد آمار وجود داشته باشه. وقتی میگیم که جامعه پزشکی این نظر داده باشه، من 50 چند ساله که در جامعه پزشکی و روان پزشکی هستم و همچنین سار نظرهایی ندیدم. اینا از کجا اومده که همچنین نتیجه گیری قاطع و سریع این روز در موردش میشه؟ یه مقدار اندیشیدن بیشتر باشه در مورد مسائلی که مطرح میکنیم. کتاب استاد و دکتر شرمی لطف کردن برای من فرستادن، هنوز به دست من نرسیده. حتما وقتی که خوندم و استفاده کردم نظرم رو خدمتتون عرض میکنم، گرچه نظر ناچیزیست و ارزشی هم نخواهد داشت، ولی نادانسته در مورد مسائل نظر ندید. منم اتفاقا همین میگم، این کتاب دست ما برسه، منم منتظرم. بلکه یک جلسه بعدی همین که به استاد نویسنده هم میفرمایند بتونیم آگاهانه یه مقداری بهتر بحث کنیم. حالا که بحث تفسیر هست، یه روش تفسیر برای قرآن هستش که میگن قرآن رو به قرآن تفسیر میکنن و از هر آیه قرآن آیه دیگه میارن که ببینن اون آیه به اون آیه میخوره یا نه. تفسیر قرآن به قرآن، من میگم اجازه بدیم که هدایت از خودش دفاع کنه و کتاب رو بخونیم. یکی از دو تا کتاب عمده از هدایت بخوایم بخونیم که خیلی بسیط صحبت میکنه، یکی وقوق صاحبه، یکی هم توپ مرواریه. این دوتا خیلی کتاب های بسیطی هستن که خوندنش لازمه. راجع به این که هدایت نوع هنری که داشته هنر نیست و اون چیزی که گفته قابل قبول نیست، من امروز کتاب جایزه نوبل رو گذاشتم که خود هدایت جواب این سوال رو داده تو اون کتاب. البته اون داست قضیه جزوی از کتاب از قضایای وقوق صاحبه. راجع به این که ما داریم هدایت رو سایکوانالیز میکنیم، تو وقوق صاحب یه دونه قضیه داره راجع به زیگموند فروید که اونو بخونیم، خیلی جالبه. من فکر میکنم که اگه که اجازه هست این کتابی که در دست داریم که هدایت رو از نو باید شناخت که استاد پیمان نویسندش اینجا تشریف داره، این کتاب رو ما دفعه دیگه بحث بکنیم، ولی در این حین کتاب وقوق صاحب رو به عنوان مرکز، توپ مروارید به عنوان مرکز، این دوتا و کتاب های دیگه که دکتر امانتکار گفتن که به نظر من شاید شبهای مروارید، شبهای ورامین باشه، تاریخانه باشه و زنده بگور، اینا ابعاد مختلفی رو از این نویسنده بزرگ برای ما روشن میکنه که ما بتونیم بیشتر درک کنیم ایشون رو. و البته در این مدت هر چی بخونیم بهتره. از نظر خانم ها که گفته شد که هدایت نظر منفی داره، یکی کتاب داستان هست به نام لاله یا لالی که داستان کوتاه بسیار زیبایی که هدایت گفته. و در ضمن اگر ببینیم نقش زن در داستان داشاکور بسیار نقش والایی بود که این هم یکی از کارهایی که هدایت کرده و من همه رو نخوندم، ولی کتاب علویه، خانم علویه که نشون میده آدمای ناجور چجوری هستن، چه زبانی دارن، چه مکتبی دارن، این هم نشون میده. اونجا بازم نشون میده که یه زن تو حالت بسیار 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 منفی
چطوری میده رهبریت داشته باشه. این من فکر میکنم که اینا رو بخونیم خیلی جالبه. هدایت به نظر من بسیار بسیط‌تر از اونی که من میبینم و من تا همه نوشته های هدایت نخونم، زندگیشو، زندگی نامش و بایوگرافیشو ندونم، اجازه نمیدم که حتی به ایشون من نظری بدم. من فقط فعلا دانشجوام و دارم یاد میگیرم. این وسط خانم دکتر قدسی خانم بفرمایید. خانم دکتر خودتون را تا میوت بکنید، شما میوت هستیم. بله بفرمایید. من میخواستم بگم که از همه متشکرم، خیلی امروز کلاس خوبی بود. فقط یه سوال از همه دارم، آیا هیچ تا حالا دیدین شخصی رو که کتاب صادق هدایت رو خونده باشه و چه چیزی به سرش اومده و چه آینده ای داشته با خوندن اون کتاب؟ نه، من خودم یکی از اونا هستم که میخوام خودم به شما معرفی کنم. اگه یادتون باشه اولین جلسه‌ام من راجع به صادق هدایت و بوفه کورش گفتم و من وقتی که این کتاب رو خوندم سردم خیلی پایین بود، 13 سالم بود. و حالا ممکنه که خانم شیما که الان خوندن اون نتیجه که رو من گذاشته بود رو شما نذاشته باشه خانم شیما، چون سنمون فرق میکرد با هم دیگه. و من وقتی که این کتاب رو خوندم پدر مادر من میگفت نخونین و خلاصه خیلی برنامه بود. ما اومدیم توی مدرسه بچه ها با هم دیگه پول جمع کردیم، درست یادم نفر 2000 گذاشتیم، این کتاب رو خریدیم و تو مدرسه خوندیم. ساعتهای تفریم و یواشکی میخوندیم که معلم و اینا نبینن، بعدم پارش کردیم ریختیم تو چاه مدرسه. این مال کتاب بود. و بعد از اون من سالهای سال روی این فکر بودم، هرچی نقاشی میکشیدم یه دونه سمتری بود، چند تا قبر بود، یک دونه درخت بید مجنون بالا یکی از این قبرها بود و کلاغایی که پرواز میکردن. و من هنوزم دارم اون عکس رو و من نمیدونم چرا اون چه چیزی در من به وجود اومده بود که من این کارو میکردم. ولی بعدن که دیگه بزرگتر شدم و دانشگاه و اینا رفتم دیگه اینا رفت کلا، ولی در اون زمان خیلی رو جوونا اثر گذاشته بود. این من یکی از اونایی هستم که تو این مسئله بودم. مرسی از اینی که وقت دادیم باهاتون شیر بکنم. یه کتابی صادق هدایت به نام مرغ روح، اونجا انتقاد میکنه از نظریه‌ای که امثال ملک الشعرا، بهار و بقیه داشتن که شما نمیتونید هنر داشته باشید مگر اینکه به سیستم قدیم بری. و به اونا صادق هدایت همیشه اسمی که برای افراد میذاره اسمیه که به عنوان فعالیت اون افراد میذاره. به اونا میگه خاتم الشعرا، که میگه که فقط سعدی و حافظ رو باید خوند و به غیر از اون کسی دیگه نه چیز دیگه بخونه. این داستان مرغ روح بسیار داستان جالبیه که من اونم پیشنهاد میکنم که بخونیم. اگه اشکال نداره جلسه نهایی ما 20 که دکتر نصیر قائمی میان راجبه فقط سایکیاتری بحث میکنن. ولی ما این بحثی که استاد پیمان رو بردن و گفتن که ما هرچی صحبت کنیم بیهوده است چون کتاب رو نخوندیم، من فکر میکنم که خیلی خوب باشه که ما این فرصت استفاده کنیم برای 13 که میشه یک شنبه دیگه هممون وقوق صاحب رو بخونیم، کتاب دکتر آقای استاد پیمان رو بخونیم. کتاب های دیگه من مرتب میفرستم براتون به عنوان آدیو بوک که اینا رو بخونیم، هر کنیم یه ساعت و نیم خیلی جالبه که اینا بیشتر از هدایت ما آشنایی بیشتر داشته باشیم که بتونیم این جنبه های مختلف این نویسنده رو ما درک کنیم. این پیشنهاد من اگه قبول میکنین اجازه بدین که این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی عالی. دکتر نفیسی یه صحبتی دارم. متاسفانه نمیتونم یک شنبه دیگه باشم، در نتیجه من عذر میخوام. نه یک شنبه دیگه نیست دکتر نفیسی، ما قرار شده 22 یک شنبه دو هفته دیگه جلسه. نه اون یک شنبه دو هفته دیگه مال دکتر نصیر قائمیه. این که ما بین نبوغ و با جنون بخوایم صحبت بکنیم فرقش رو و راجع به هدایت بخوایم که ایشون هنرمند هست یا هنرمند نیست و هنرش باید خونده بشه، راجع به این من گفتم ما میتونیم یه جلسه اضافه برای 13 داشته باشیم. من متاسفانه نمیتونم. حالا اگه که
دو تا تا اینجا خواهیم داریم، اگه بیشتر حاضر باشن، دکتر جلیلی گفتن حاضرن، دکتر شمی مثل که حاضرن، اگه که بیشتر حاضر من از دکتر سوال کردم، ایشون هم محبت بکنم وقتشون رو در اختیار ما میذارم یک شنبه آینده. بسیار عالیست. خب اگه بشه پس ما این کار رو انجام بدیم برای یک شنبه دیگه. من اینا رو ضبط میکنم برای کسایی که متاسفانه نمیتونن تشریف داشته باشن، خدمتشون میدم که اونا در جریان باشن. بعد کاری که ما میکنیم حتی برای امروز، برای هر جلسه، هر کس که غایب بود به هر علتی بالاخره مسائل پیش میاد، ما این ضبط میکنیم در خدمت شما میذاریم. اگر لطف بکنید نظریاتتون برای ما بفرستید، ما نظریات جمع میکنیم، برای ما بسیار بسیار ارزشمنده و خیلی از شما متشکر میشیم. دکتر امارتکار و استاد نفیسی بتونن شرکت بکنن که استفاده بیشتری بکنیم از اون بحث. بله حالا باید ما راضیشون کنیم که بیان. یه مسئله هم هست، ممکنه در ظرف یه هفته کتاب به دست ما نرسه. آها اگر کتاب نرسه دو هفته ده این کار رو بکنی و تقاضا کنیم که چهار هفته بیاد. بذاریم برای سه هفته دیگه. برای سه هفته ببخشید، من اجازه بدید کتاب هایی که پست شده که 8 جلد بوده حتما دو شبه به دستون خواهد رسید. سه تا از جلد ها به کانادا فرستاده شده که یکیش برای آقای دکتر جلیلی و دو نفر دیگه از هم همکاران دوستان که در کانادا هستن، و برای دکتر کسانی که علاقمند هستن درخواست بکنن، من سعی میکنم چند جلد دیگه تهیه بکنم. و برای دکتر جواد رازانی من شخصا میبرم منزلشون، میدم به شرط یه چایی هم به من بدن. خیلی ممنون. برای که احتیاج از پست ارزونتر میشه آقای دکتر رازانی، من حال میارم خدمت دوست داری مهمونت میکنیم. من در ادامه حرفی که دکتر معتمد زد من یه چیزی رو بگم. تمام این جلسات فقط با هم بودن ها و همدیگه با هم چت کردن و اینا هست، طول و روز جایی که همه رو به اشتراک کنیم. امیدواریم که واقعا تا بتونیم چی کار بکنیم، نمان پزشکای بیشتری بیان شرکت بکنن، نمان پزشکای بیشتری رو ما بشناسیم و واقعا روابطمون قویتر و قویتر از قبل باشه. با این مقدمه من از همه تشکر میکنم که وقتتون به ما دادین. من از همتون یاد گرفتم. هفته دیگه انشاءالله همدیگه رو میبینیم. ما جای آقای دکتر سیاسی رو خالی میکنیم برای این جلسه. امیدوارم که ایشون رو بتونیم تشریف کنیم هفته آینده، وقتشون رو به ما بدن انشاءالله. برو شما پس قرار شد یک شنبه دیگه ما بله. آقای دکتر شفا در همین ساعت چه ساعتی؟ همین ساعت میذاریم که برای ایران هم مناسب باشه. یعنی 12:30 ظهر یا 10:30 صبح؟ عرضم به حضورتون که 10:30 صبح بهتره برای ایران، که میشه 7:30، میشه حدود 7 شب برای اونا. ولی برای این تفلیهای کالیفرنیایی باید اصلا سحری بخورن و بیدار بمونن. بابا خانم دکتر هفت و نیم صبح. آقای دکتر شفا 9:30 صبح لطفا بذارید برای ما، برای اینکه 7:30 خیلی زود هست. 9:30 صبح برای ما باشه، بدون اینکه میشه 8 شب به وقت ایران، میشه مثل که 9 شب به وقت ایران، میشه 9 شب به وقت ایران. وقت خیلی که طول بکشه خسته میشم اونه، ولی میشه 9 شب به وقت ایران. اگه میشه مثلا بکنیم 8:30 چطوره؟ 9 بین 8:30 و 9:30 9 بذارید، ساعت 9 رو قبول بکنن همگی. 9 میشه 8:30 ایران. بسیار. یعنی 9 وقت رسما بشه ساعت 10:30 در واقع. بله. نه 9 که شروع میکنیم، 9 شروع میکنیم. 9 دیگه فیلم نداریم اون موقع، میگن فیلم نذاریم. آ پس 9 زودتر از الان هم میشه. الان امروز ما 9:30 شروع کردیم. بله. خوبه. 9 کالیفرنیا میشه 8:30 شب ایران. بسیار. از ایران اگه فقط من هستم خیلی نگران نباشین، من خیلی مشکلی نیست. سه چهار نفر از ایران بودن. دکتر تقوا الان جدید داریم، اولین باری که آقای دکتر تقوا بودن، آقای دکتر صادقی یه چند ده دقیقه روی زمنان. ببخشید
ضمناً من میخوام از خانم دکتر معین شیما خانم دوست گرامیمون تشکر بکنم. ایشون برای ما یک نفر پیدا کردن در ایران که ما استخدامشون کردیم و جلسه ها رو به فارسی تایپ میکنن و الان همون جلسه بوفکو رو الان تایپ شده شما داریم و اگر که لازم باشه حتی این جلسه و جلسات قبلی رو هم بخوام دکتر برسونیم نوارشو محبت میکنن و از اون به اصطلاح دوست ما تایپیست میخواهش میکنن که برامون تایپ کنن. دکتر این واقعا کار بزرگی بود. به نظرم اینی که روانپزشکا میان این همه انرژی میذارن و زمان میذارن شما واقعا همچین کاری رو شروع کردین واقعا ارزشمنده. ممنون. اولاده ما سپاسگزاریم. من فکر میکنم که اون نسخه ای که میاد ما میتونیم چه کار کنیم، شیر بکنیم کسایی که کامنت دادن تو اون جلسه که نسخه خودشون رو چه کار کنن، تصحیح بکنن. این نسخه میاد تصحیح کنیم و بعد همه اینا میتونه مثلا چه کار بکنیم. بله خانم دکتر یاوری قسمت خودشون رو تصحیح کردن، من باید قسمت خودم هم تصحیح کنم. دو سه جا اسما اشتباه و تقصیر اون دوست تایپیست ما نیست، برای اینکه ما از لپتاپ های دیگران استفاده کردیم. صحبت های من با لپتاپ کامبیز، ایشون از اینجا خوندن دیدن زیرش نوشته کامبیز پوررضایی. در نتیجه اونا رو ما باید صحیح کنیم و بفرستیم این اصلاح شدهای خودمونو یا هرچی برای همه بفرستیم، همه حرفاشونو درست کنن دوباره بفرستیم، اون خانم برامون لطف کنن درست کنن. این قبل از خاتمه من میخواستم توجه شما رو به این تابلو زیبایی که استاد کشیدن و شاید راجبش بخوان صحبت بکنن بعدن توجه بفرمایید. به امان حسن ختام اسم این تابلو همینطور که ملاحظه میکنید چاه تنها هست. ببینید که عده‌ای دور چاه هستن دارن چاه رو میکنن و این رو بعدن میتونن راجب این تابلو و این تصویر صحبت کنن. من در آتلیه استاد هستم که واقعا شاهکاراشون اینجاست که من هر کدومش رو شاید هر بار بتونم برای شما نشون بدم. با همتون